تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داخل روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختینه غد. سخن با فرهنگی ورزیده، مطبوعاتی سابقه دار و شخصیت چند بودی کریم مشتاق نوری. دریچه سخن با استاب دهنده و منعکس کننده واقعیت های عینی افغانستان و جهان. دریچه سخن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الکریم. اما بعد، یا رب مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و عصیان ما را. ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما را. بینندگان بسیار عزیز و گرامی، هموطنان نهایت مهربان، علاقمندان بسیار عزیز و گرامی برنامه دریچه سخن، ناشر افکار مردم شریف افغانستان، سلام های پر از صفا و صمیمیت خود را من کریم مشتاق احمد نوری برای همه شما عزیزان پیشکش می نمایم. امیدوارستم محتویات هی برنامه ساعتی دریچه سخن، ناشر افکار مردم شریف افغانستان، اسباب خوشی و رضایت شما را برآورده بسازه. تقریبا 3 هفته است که من مسلسل برنامه دارم. 3 اکتبر برنامه دریچه سخن از طریق شبکه جهانی پیام افغان نشر شد و هفته قبل که 10 اکتبر بود، برنامه دریچه سخن از طریق شبکه جهانی بهار و سهیل تیوی نشر شد و امروز 17 اکتبر باز هم از طریق شبکه جهانی بهار و سهیل تیوی در خدمت شما عزیزان قرار دارم. و همانطور که گفته بودم که اگر هر تلویزیون و رسانه دیگه هم اگر شوه و امکانات از این معیا شوه که ما از طریق دیگه وسایل ارتباط جمعی هم برنامه داشته باشم و امکانات مالیش برآورده باشه و شود، ما برنامه ها را از اون طریق هم پیشکش میکنم. و یکی دهی تلویزیون باشم و هر تلویزیون دیگه، ما به مساوی یک روزنامه نگار حرفه‌ای وطن از هر جایی که باشم در کار خود میدونم نویت کار و برنامه سازی را و عزت روزنامه نگاری را. به او خاطر اگر در این تلویزیون یا تلویزیون های دیگه باشم، ایزا قسم توجیه نکنن که گویا از او تلویزیون بر آمده. نه، من در هر تلویزیونی که بتانم و همونطور که یادآوری کردم که امکانات از این معیا باشه، انشالله که در خدمت ایزا قرار می داشته باشم. و همونطور هم برای آقای حیدری جبارخیل هم گفته بودم که و برای سوهل جان که ایجا در دفتر این برنامه را تحت پوشش قرار میتن که از اردوی از اینها عزیزا تشکر هم میکنم، برشان گفته بودم که در وقت و زمانی که من به طرف شمال کالیفرنیا باشم، انشاءالله که برنامه ها از طریق تلویزیون بهار پیشکش میشه و اگر پس به لس آنجلس سفر داشته باشم، انشاءالله از طریق تلویزیون پیام افغان و به همین ترتیب از دیگر شبکه های جهانی که در لس آنجلس هستند، از اونها هم من انشاءالله که در خدمت ایزا قرار داشته باشم. ما در این روزهایی که من به شمال کالیفرنیا هم هستم، اما تو به گفته دوستا و ایزای ما با دبل کرونا و اصطلاح مواجه هستیم. یعنی از یک طرف که کرونا تهدید میکنه، از سوی دیگر هم آتش سوزی های مکرر و مهیبی که هر روز دهیجه هست و جریان داره و هر روز هم اداره هواشناسی و جنگلبانی کالیفرنیا هشدار میدن و در خط سرخ و یا قرمز قرار داره، چنانچه همین لحظه هم همین موضوع را تکرار کردن
کالیفرنیا در همسال تقریبا گرمترین سال گرمایش خود سپری میکرده، حتی درجه حرارت به حساب فارنهایت تا 130 درجه هم رسیده، یعنی 6 سپتامبر قسم درج شده که به مثابه گرمترین روزهایی که کالیفرنیا در تاریخش سابقه نداشته، که 130 درجه فارنهایت تقریبا معادل 54.4 یا 5 درجه میشه که این گرمایش بوده. و همونطور این گرمایش زمین و نوع تغییر اقلیم زمین هم یکی از چالش های بسیار عمده و حساسی در سطح خود سازمان ملل متحد بوده و پارسال هم پیش از این مشکل کرونا ما شما شاهد یک نشست هم در پاریس بودیم به خاطر نوعیت رزمایش برای گرمایش زمین، و حتی به سازمان ملل متحد هم بارها پیش از اینکه حتی کرونا جهان تهدید کنه راجع به گرمایش زمین هم خصوصا برای کشورهای جی 7 یا جی 8 و جی 20، یعنی کشورهای گروه 7 و 8 و گروه 20، یعنی از زمره کشورهایی که اونها کشورهای غنی جهان محسوب میشن، بر از اونها پیشنهادات زیاد شده بود و هی هنوز هم به مثابه یک چالش بسیار عمده و حساسی هست. و کالیفرنیا هم دارد در یک مبارزه هست. کالیفرنیا یکی از استیت ها یا ایالت های بسیار بزرگ ایالات یا ایالات متحده آمریکا هست و همونطور که رای ازی به اصطلاح سرنوشت ساز است و میتونه که مسیر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را مشخص و مختص بسازه، اما تو که یادآوری کردم که در شرایط قرار داره که آتش سوزی ها جریان داره، جریان باد تقریبا 90 درجه یا کیلومتر در ساعت ارزیابی گردیده هست و تقریبا 54,000 خانواده ها اینا بیجا شده هن و تقریبا هم 24 شهرک ها یا شهرک ها و شهرستان های کوچک مردمشان از اوجه به اصطلاح مهاجر شدن یا از اوجه کوچ داده شدن به خاطر شرایط اضطراری. و همونطور یاد کردم که یعنی کالیفرنیا با همه حوزا و احوال در یک حالت دبل کرونا به اصطلاح قرار دارد و کرونا همونطور که یادآوری کردم به مسابقه یک مشکل اساسی و دشواری همگانی در سطح جهان باقی هست و بوده هست و هنوز که هنوز است، با وجود از اینکه وعده ها و وعیدهای از این طرف و آن طرف داده میشه، ولی هنوز هم واکسن کرونا در سطح جهانی که یعنی در سطح سازمان بهداشت و یا صحت جهانی اونجا ثبت و رجستر شده باشه و آنها صحه گذاشته باشند برای هی کار، هنوز این کار صورت نگرفته با وجود از اینکه در هستانی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا گویا قسمی توجیه شده که در روزهای انتخابات یعنی نزدیک به 3 نوامبر گویا واکسین هم پیشکش میشه، ولی به هر ترتیب پیش از او هم بسا کشورهای دیگه این کارها را کردن، ولی همگی منتظر هستند که سازمان صحت جهانی به او واکسن صحه بگذاره تا هی در سطح جهانی تطبیق شوه. و امیدوارستم که این مشکل اساسی در سطح جهانی به زودترین فرصت مرفوع شوه و خداوند بزرگ خیرش شامل همه جهانیان داشته باشه تا به زودترین فرصت همچون یک مریضی که تهدید بزرگ جهانی است رفع و دفع شوه، هرچند با وجود از این که یادآوری هایی شد ولی موج دوم و سوم از این هم یادآوری کردن. در همین هفته هم فرانسه تا پس دوباره به قرنطین رفتن و همو کلب های شبانه و باز رستوران ها و باز جایشان قبل از شام بسته کردن. در اسپانیا با وجود از اینکه موج اولش بسیار خطرناک و خطرساز بود
ولی تا حدود هم مدیریت شده بود، ولی تازه اخبار گردید که حتی در یک روز تقریبا 26 یا الا 28 هزار نفر در یک روز تعداد نشان میداد که مصاب شده باشن و مبتلا شدن به مریضی کرونا. و در خود ایالات متحده آمریکا با وجود اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، هنوز هم ایالات متحده هنوز هم از ابتدا تا فلحال در صدر جدول کرونا زدگان قرار داره و هی یک وسیله و عربی هم شده برای دموکرات ها که ترامپ همیشه هدف قرار میتن و مورد حمله قرار میتن، به خاطر از اینکه از ابتدا از زمانی که این مریضی ثبت و رجستر شد و بالاخره از 28 جنوری که بالاخره ابلاغ شد که این مریضی واقعا که یک مریضی جهانی است و باید همگی در همون وقتش در قرنطینه میرفت و سال هنگاری هایی که در همون وقت صورت گرفته هی به مساوی یک عربی دیگه در مقابل دموکرات هاست که هر لحظه چی در مناظره هایی که صورت گرفته بین کاندیدای رئیس جمهوری و معاونانشان هر کدامشان هیره به مساوی چیز بسیار اساسی و همدی قلمداد کردن، خصوصا اینکه تقریبا در حدود 2,15,000 نفر فوت شده و تعداد کسایی که مصاب شدن اضافه از مرز 8 میلیون در خود ایالات متحده را در بر گرفته و هنوز هم دامنی هزی جمع نشده، همه گیش به مسابقه مشکلات هست و از هر نفر هم یک نفر بیکار شده، خصوصا بزنس های بسیار خرد و اونا با مشکل مواجه هستند و بخاطر اساس انتخابات رئیس جمهوری که قدم به قدم نزدیک شده میریم و در حدود 2 هفته باقی مانده هست، خصوصا کسانی که اهل رای و نظر هستند برای اونها بسیار مهم است که شرایط انتخابات و خصوصا نقاط نظر کاندیدها را در قبال مسائل صحی و عمومی که در هیج برای خود از اونها مومد و مسمر سمر واقع میشه و همچنان برای کشور حیزمان افغانستان عزیز و میتونه که مسمر سمر واقع شد با وجودی از اینکه تلاش های صورت گرفت و مذاکرات دوحه جریان داره و ما و شما شاهد هستیم، ولی هنوز که هنوز است با وجود از اینکه گویا ملاقات بین الافغانی و یا صحبت های شروع شده، ولی هنوز هم جانب طالبان جنای افغانستان به نام جمهوری اسلامی افغانستان در حقیقت نمیشناسن و صحبت های هم که شده بود و چی آقای شخصی به نام دکتر نعیم که مکمل نامشان هست، البته خودشان هم طور تقاضا کرده بود از خبرنگار که برشان دکتر نعیم گفته شده، ولی در حقیقت نامش گویا دکتر محمد نعیم وردک است که این سخنگوی دفتر طالبان در قطر است و اینا هم اساسا امو موضوع را پیشنهادشان همی است که یکی اهل اختلافات نظر بر بنیاد فقه حنفی و دومی دیگه پیشبرد جریانات صلحی و مذاکرات بر مبنای توافقی که با ایالات متحده آمریکا صورت گرفته. و حتی سوال هم که از ایشان بارها شده است که شما با جمهوری اسلامی افغانستان میگه ما در اساسنامه قسم توجیه شده و یادآوری شده و تذکر گردیده که جهادهای افغانی و شده میدونه که شامل جهادهای افغانی همی گویا دولت نامنهاده که به نظر اونها در کابل همی به نام جهادهای افغانی محاسبه شده باشه و همی خودش نماینگر هی است که اساس کنفرانس بسیار سست و نهاده شده و اساس گذاری شده و به همو خاطر هست که میگه تا سرایه ها میرود این دیوار کج و آقای خلیلزاد باید در این ایسه در ما ابتدا وضاحت میکردن و حتی پیش از امضای از این جریانات به همه خاطر بسیاری کسا اهل نظر به این نظر هستن که چون همونطور که دموکرات ها ادعای از این دارن که قاضی سپریم کورت
که باید از طرف آقای ترامپ انتخاب شده، میگن که هی باید به سنا و کانگرس پیش نره برای رای انتخابات، به خاطر از اینکه باید رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا، ولو که چی دموکرات باشه یا چی جمهوری خواه، او قاضی، یعنی از جمله نو قاضی که در سوپریم کورت هست و قاضی تازه را که آقای ترامپ انتخاب کردن یا پیشنهاد کردن، او باید بعد از اینکه مراسم تعیین میشه یا مراسم تعلیف ریاست جمهوری آینده میشه، باید او پیشنهاد میشه یا در جریان یه که بعد از 3 نوامبر وقتی رئیس جمهور مشخص میشه که کی رقابت های انتخاباتی را برده، اون نفر میتونه که قاضی سوپریم کورت، به خاطر از اینکه در جمله نو قاضی که در سوپریم کورت هست تقریبا 6 قاضی از این را محافظه کاران یا جمهوری خواهان و 3 قاضی از اینها را هم دموکرات ها و ایر هم به مسابقه هزی میدانند که روی ترس با وجود از اینکه پیشبینی های شده که گویا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مناظری که صورت گرفته و تقریبا آقای جو بایدن پیشتر نشان میده، ولی با آن هم حدس و گمانه های هم میره که امکانی از این میره که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا به اوضاع و احوالی که دیده میشه ممکن هم شانه به شانه پیش بره و احیانا هم اگر به سوپریم کورت ارجاع شود مثل زمان سال 2000 که بین آقای الگور و جورج بوش پسر شده بود، به اصطلاح لنگر به طرف امو تیم یا محافظه‌کاران و یا جمهوری خواهان باشه، به او خاطر هر دو جنا هیره سرش به اصطلاح. ولی امو یکی از مگبهای مهم از زمان فدریک آدم آمد که میگه گفت که یکی هم از که میخواست که یک آسیا بره که در مسیر برایز یا قرار داشت و میخواست که یک ساختمان بلند بسازه، گفتن که یک آسیا به از یک آسیابان بسیار قدیمی یا یک پیر کارکشته است که هو نمیگذاره که ما هی آسیا به تخریب کنیم. گفته خود از این بسیار رفت و از پیش از این پرسون کرد که من میتونم که ایره بخرم یا زمینه تخریب از ایره معیا کنم و میخوایم که ایره رها کنی که تا ما ایره بگیرم. میگه هو آسیابان برش گفت که هیچون میراثی بوده از پدر و نیاکان ما یکی بدگی رسیده، به او خاطر ما نمیخوایم که هی آسیاب با هر پولی که شما هم بتین و او قدر هم احتیاج نیستم که گفته که مخی ایره بزور میگیرم از پیشت. گفت که هنوز هم به اصطلاح در ملک ما یک قاضی هست یا هنوز در برلین قاضی هست که او میتونه از حق ما دفاع کنه. و در او وقت می فدریک خودش میگه که اما به یاد مگب مشهور به اصطلاح ولتر افتادم که گفته بود که اگر هر گونه هجراهات میکنی ولی قوه قضاییه را یا عدالت تحت سلطه و سیطره خود نگاه نکو، بگذار که یک نهاد به مساوی نهاد قانونگذار او یک نهاد مستقل باشه، به خاطر از اینکه اگر مردم در ذهن و ضمیرشان قسم توجه شود که عدالت تحت سلطه و سیطره زمامدار هست، به مرور زمان همونطور که از دولت دل زده و دل مرده میشن، بالاخره زمینی هزی بر از اونا مساعد میشه که از کشور به اصطلاح براین. به او خاطر یک نهاد را به حیث نهاد مستقل که او قوه قضایه باشه، او را مستقل نگه داشته باشه که در کشور هزی ما افغانستان با وجود از اینکه یادآوری میشه که گویا قوه های اجراییه و مقننه و قضایی داریم، ولی ما شما میبینیم در همچو حوزا و احوال که مشکلات در سطح هر سه قوه موجود است و بیشتر هم دو قوه دیگه که قوه های مقننه و قضاییه باشه بیشتر تحت نفوذ و تحت سلطه و سیطره و زیر اثر ریاست اجرایه می باشه و رئیس جمهور حقی داره که در امور کاری قوه مقننه و قوه قضاییه مداخله کنه. و به همین خاطر هم هست که پیشنهاد تازه‌ای که در جریان ملاقاتی که در دوحه هست و رایزنی هایی که هر روز صورت میگیره
و گپ هایی که هر روز بلند میشه یکی از طرحهای تازه که از اوجه ابلاغ شده و از طریق سخنگویان طالبان به مسابه پلن هایی که همه تو گفتن که اینها پلن A و B دارن و در زمینه پلن های B از اینها ظهور و بروز کرده که در حقیقت همه تو یک نوع همارات اسلامی را توجیه میکنه که در پس منظرش همه تو گپ ها هم نهفته هست و اینها حالا از ریاست حکومت موقت و انتقالی و رئیس جمهوری صحبت نمیکنن ولی بیشتر در صحبت های از اینها به نام رئیس الوزراء یادآوری میشه و این رئیس الوزراء معادل عربی است که ما شما قبلا هم داشتیم که گویا صدر اعظم داشتیم یا لمله وزیر داشتیم یا رئیس شورای وزیران داشتیم یا نخست وزیر داشتیم یا وزیر اول یا در کشور پاکستان وزیر اعظم میگنش یا وزیر ارشد همچون نامهایی داشتیم به نام رئیس الوزراء و پیشنهاد از اینها هم هی است که رئیس الوزرای آینده هم کسی باشه که هو برای ریاست شورای علما او جوابگو پاسخگو باشد و در رأس شورای علما یا کسی رئیسش که می باشه اگر پارلمان هم یانن باشه میتونه که پارلمان در کارهای خرد و روزی سهم داشته باشه ولی در کارهای بسیار عمده و حساسی شورای علما باید نظر بده و تأکید و تأیید رئیس الوزراء را هم در حقیقت شورای علما می داشته باشه همچو موضوعات و پیشنهادات که ظهور و بروز میکنه در حقیقت کلش همون موضوعات را در قبال داره که اینها در پس منظرش همان همگویا همارات طالبی را میخواهند و گپهای دیگری هم که از جریان مذاکرات که در دوحه موجود است اینها باز گپ های دیگر هم گویا توجیه میکنن و یادآوری هایی میکنن که بسیاری کسانی که به مثابه نیپالی هایی هستن که در دولت یا در جنای کابل کار میکنن به مثابه نیپالی هایی هستن که برای سفارت ها اونها گویا دارن برای امریکایی ها خوش خدمتی میکنن همچو موضوعات و مثال هایی را میارن ولی یکی خودی از اینها مبدا و محق قرار دادن همو حساس نوع ملاقات هایشان با یا فیصله یا موافقت نامه سیاسی را که با ایالات متحده امضا کردن و توجه هم میکنن و آقای خلیزاد هم همیشه خوشبختیش به همی است که گویا بعد از 29 فوریه در حقیقت امریکایی ها کشته نشدن ولی ما و شما میبینیم که یکی از کارهایی را که با آقای خلیلزاد میکرد اساس شمی بود که پیش از اینکه زندانیا رها میشد و پیش از اینکه ما در یک عمل انجام شده گویا قرار داشته باشیم و یا قرار بگیریم باید پیش از اینکه زندانی ها رها میشد باید خشونت کامل نه ای که بازی گپای ایرک بلند کردن یا چنانچه آقای عبدالله گفتن که خشونت گویا بشر دوستانه و یا کاهش خشونت در همچو اوضاع و احوالی که اینها میخواستن که 5,500 الی 6,000 زندانی رها شود که از هنوز هم کماندوهای افغانستان رها نکردن و ولی باید بین خود این موضوع باید بررسی میشد و یادآوری میشد که این کارها باید پیش از اون موضوعات میشد به هر ترتیب موضوعات و مشکلات زیاده هنوز هم موجود است ما شما میبینیم که در هلمند جنگ جریان داره تقریبا با تنها ما در سطح قوای هوایی خود که اضافه از 8 پیلوت در می هفته دفن شدن و جنازه از اونها را آقای رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور به شانهشان عمل می کردن و گذشته از اینکه چقدر مردم دیگه مهاجر شدن و در خلال از اینکه همونطور که گفتم شهر کابل هم جزء پلن‌های بی و سی از اینها که بوده دزدی و رهزنی و قطع و طریقی که هر روز در شهر کابل جریان داره و ولایت دیگه که چون فاریاب و
نیمروز و هروزگان و پس حتی از بادغیس تازه تقریبا در حدود 35,000 خانواده مهاجر شدن از بادغیس به ولایت غور و قطع برق در بادغیس جریان داشته هست. در هلمند هر روز مهاجرا از هلمند میبراین، ولی هنوز هم که هنوز است این مشکلات باقی هست، ولی با وجود از این که گفته میشه که در سطح کابل یا گویا شورای عالی مصالح ملی و دولت افغانستان گویا همدست هستند و هر کدامشان هم یادآوری هایی میکنند، چنانچه در روز شهید عبدالرازق اچکزایی هم یادآوری هایی کردن، ولی نوع صحبت ها و لحن و طعنشان حتی اگر در مجموع ارزیابی شوم صحبت هایی را که آقای امرالله صالح کردن فرزن از ملخ ها و طالبان را به مساوی ملخ ها مورد حمله قرار دادن و یا آقای عبدالله هم گفتن که گپ های به اصطلاح کتلاکی و جمله بندی ها را هر کس میکنه و حتی دیده میشد که همین دو نفر یا سه نفره که با هم در سخنرانی دارن به نوعی از اینها در یک جنگ هستن و با کور و کنایه با همدگی خود به اصطلاح دارن صحبت میکنن، گویا هنوز هم که هنوز هست به مسابه و بهترین پیشنهادی که شده بود و در سازمان ملل متحد همین مطرح شده بود که چون ایالات متحده آمریکا در خواستانه انتخابات هم هستند و امکان هم داره که اگر دموکرات ها زمینی از این مساعد شود که اونها هی انتخابات ببرن، حتما در متوافق صلح و مذاکرات صلحی هم تغییرات ملموس هست و به خاطر گفته بودن که خجالتا همین نوع پیشبرد هی صحبت ها و ملاقات ها هم به نوعی از اینها باید که ملتوی اعلان شود و تا یا به تعویق بیفتد تا یعنی بعد از 3 نوامبر که دیده شده که این انتخابات به کدام جناح واگذار میشه و امیدوار هستم که واقعا و این یک چیز واضح هستم که ما شما میفهمیم که با تغییر کوچکترین تغییر و اگر که دموکرات ها اگر بیان 100% این موضوع انتخاب و به می خاطر هم گفته میشه که دولت کابل این در فکرش قسم هم هست که اگر دموکرات ها ببرن زمینه تغییرات در سطح ایالات متحده آمریکا یا اقل نمایندیش تغییر میکنه، ولی پیشنهاد ما در سازمان ملل در نامه های سرگشاده از طرف نهاد ژورنالیستان همی بوده و هست که ولو که جمهوری خواها هم دوباره برنده شوند اینها باید در سطح نمایندگی خود در امور افغانستان شخص آقای زلمه خلیزاد از این وظیفه کنار بکشن و هیره هم باز هم قسم نباشه که برای یک ترجمانی که یک چند روز در سطح قوای ایالات متحده چند روز گویا ترجمانی کرده باشن بر از اونها واگذار بسازن و اونها هم به اصطلاح با چند روز رفتنشان با انگلیسی شکستیشان گویا قسم توجه شده که اونها گویا افغانستان شناس هستن و به یک کسی دیگری بر گردی این ملت بیچاره تحمیل بسازن. باید چی جمهوری خواهان و چی هم دموکراتان باید در نویت کارشان در پیشبرد ازی و بالاخره در اینکه چه قسم نفری را به نمایندگی هایندی ایالات متحده در امور افغانستان او را توظیف بسازن باید خیلی محتاط باشن و خیلی متوجه باشن، چرا از زمه ابتدای بان ما و شما میبینیم که گندی که در بان زده شده تا تازه ما شما دیدیم امرال مناظره ها هم گویا مود شده از روز آقای قانونی در صحبت گفتن که ما حاضر هستم که با عبدالله که هم تیمی و هم حزبی و هم حرکتی و هم جمعیتی خودش هسته میگم من با او مناظره میکنم که پیش از کنفرانس بن گویا قسم توجیه شده بود که آقای کرزی در رأس اداره موقت باشه. خب وقتی که شما اینطور یک موضوع بود چرا در همون وقت و زمانش مردم در روشنایی قرار ندادن؟ حتی در اون وقتش من وقتی که آقای سیرت به کنفرانس بان بودن من در صحبت برشان گفته بودم که اگر چرا شما در پای از امضا کردین و حتی دوباره هم سیرت صاحبه به یک مصاحبه خواستم یا وادارشان کردم یا تقاضا کردم
وقتی سیره صرف جواب ندادن، من خوب صحیح یادم است که من در جریده مردم افغانستان سوالات خودم مطرح کرده بودم که چرا در اون وقتش که آقای لخزر ابراهیمی و کسان دیگه که در حوجه بودن شما در پای از این موافقتنامه امضا کردین و چرا هم یک چند ماهی که در حدود شش ماهی را هم سکوت کردین، چرا در اون وقتش بغاوت نکردین و در مقابل مردم این موضوع ها را وضاحت نکردین و نگفتین تا مردم در مو ابتدا در جریان قرار می گرفتن و کنفرانس بان تا فلحال که پیش میره که نتیجه همو تعداد بسیار غلطی است که توسط کسانی گذاشته شده که هنوز هم در واقعات سیاسی افغانستان به نوع از اینها شریک هستند. هرچند من نمیخواستم در ابتدا سر مسائل سیاسی صحبت کنم، میخواستم یک کمی سر مسائل اجتماعی و سر مسائل مهم دیگه که در جهان هست و هیچ جز کارهایی ما بوده در مطبوعات در طول اضافه 35 ساله که ما در مطبوعات چاپی و صوتی و تصویری حضور داشتیم و دارم راجع به هم موضوعات هم صحبت کنم. و به همین خاطر برنامه پیشتر تا حدود کمتر سیاسی ساخته بودم، سر مسائل جهانی صحبت کرده بودم، هرچند برنامه پیشتری از او که در پیام افغان بود بیشتر منهمک شده بودیم سر مسائل سیاسی افغانستان و ابتدا و ایجه هم از ابتدا کمی سر مسائل سیاسی. خوب بر ترتیب مذاکرات صلح که در دوحه جریان داره، خصوصا کسانی که کارشان روزنامه‌نگاری حرفه‌ای هسته و در مسائل بین المللی هم تا حد بلد است، حتما که سر این موضوعات که جز لاینفک کارهایش بوده، ولی بس موضوعات دیگه هم هست که مشکل افغانستان تنها از مسائل سیاسی نیست، از نگاه اقتصادی هم ما مشکل داریم، از نگاه بس موضوعات دیگه ما مشکل داریم. از سنگاپور در یکی از صحبت ها و مصاحبه های خود مثال آوردم که پاسپورت سنگاپور به مسابقه دومین کشور جهان به مسابقه پاسپورت بسیار معتبر و محترم شمارده میشه، در حالی که بنیانگذار سنگاپور نوین آقای کیلیوان لی ای وقت اساس میگذاشت کشورش با وجود از اینکه جزء جهان سهام محسوب میشه، ولی در همون وقتش ای برای معلمین رو آورده بود و گفته بود که معلمین با اینها هم دست شود تا بر از اینا واقع نظرشون کار کنن تا انسان تربیه شود و زمینی رشد و بالندگی مردم، یعنی مردم با سواد شود. در اون وقت زمین بنیانگذار سنگاپور نوین قسم سوال شده بود که چرا در جهان سیوم بسا کشورهای دیگه حقدر پیشرفت نکردن و همو جمله یادآوری هایی که کرده بود که گویا جهان سیوم جایی است که در اوجه اگر بخوایی که کشورت آباد بکنی خانه کشورت آباد بکنی خانه تا ویران میکنی و اگر هم خانه تا ویران آباد بکنی در حقیقت کشورت ویران کرده میباشی. و دوم دیگه یکی از مثال ها و موضوعات دیگه را هم که یادآوری کرده بود، گفته بودن در جهان سوم بسا کسا و کشورهای هم هستن که اونها دیگر دزدی نمیکنن یا بانکار دزدی نمیکنن ولی بانک میسازن. و موضوع دیگر هم که یادآوری کرده بود که یکی از مشکلات و ضعف‌های بسیار عمده و اصلی و حساسی که در جهان سیام هسته که بیشتر از اونها تمرکز دارن روی هی که پرستشگاه‌ها و معابد آباد کنن پیش از اینکه سر موضوع تعلیم و تربیه و آموزش ترکیز داشته باشن و یا هم هی که برای خریدن سلاح و مهمات و اینها. ولی گفته بودن زیادتر ما پافشاری و ترکیزه که سنگاپور گویا سنگاپور شد روی تعلیم و تربیه و نویت بالا بردن کیفیت و کمیت درسی و کریکولوم درسی این چیزها به اصطلاح ترکیز کردیم و کوشش های را براه انداختیم. از در هاستانی هی که امروز 17 اکتبر است، همونطور که یاد کردم که 16 اکتبر به مسابقه روز جهانی خوراک و غذا پنداشته میشه، امروز 17
اکتبر به نام روز جهانی مبارزه با فقر است و کشور عزیز ما میبینیم که در نتیجه مهاجرت ها و جنگ هایی که موجود هست آسیب پذیرترین قشر در بین مردم هادی افغانستان است که در هر دو طرف که میرن اگر در طرف دولت هم میاین جای ندارن و اگر در او طرف هم میرن جای ندارن و قشر بسیار آسیب پذیر هستند. و همونطور که در هفته پیشتر ما یاد کردم که ما بسیار خوش شدم که سازمان غذا و خوراک جهان به مساوی یک سازمان بین المللی که قدامت بسیار طولانی در سازمان ملل متحد داره هی جایزه صلح نوبل برد و همو وظیفه از اینها هم همی بوده که برای مردم دردیده در هر جایی که هستن به خصوص در کشور عزیز ما افغانستان که شرایط قدر خراب است که هنوز هست از هر 7 مادر یک نفر تلف میشه و از هر 9 طفل یکش تلف میشه و هی مشکلات عمده و حساسی است که در سطح خود شهر کابل طفلک های بسیار عزیزی هستند که اونها از نعمت درس و تحصیل ماندن و به خاطر ازی بوده که اونها اعاشگر و عبادگر خانه ها و منازلشان بودهن مجبور هستند که با کارهای بسیار شاقه به او خاطر امروز به نام روز جهانی مبارزه با فقر است و کشور عزیز ما هم در جمله یا در زمره کشورهایی که واقعا در سطح فقر در حجه بیداد میکنه و مشکلات زیاده هست و امیدوار هستم حیزا و همتنامتو که بارها یادآوری کردم که کمکایشون خودشان کوشش کنن که برای هموطنهای جنگ زده ما برسانه نسبت به امو اشخاص انفرادی که اونها به نام کمک یک دکان گویا باز کرده هن ولی کمک ها نمیرسه و به بسیاری کسا که همراهشان مصاحبه میشه یا از گو غدوری برای از اونها میرسه و هی همانداری حتی در بین امون نهادهایی که اونها بسیارشان از خیر رسانی گویا یادآوری هایی میکنن ولی در حقیقت خیر رسانی از اونها باعث یک شهر بسیار بزرگ میشه در حالی که در اون کشور جنگ زده هر روز ما ببینیم چند روز پیش از این هنرمندای بسیار عزیز ما را همراهشان مصاحبه بود با خانم زبیده جان سحر که تقریبا 2 دهه است که در فیلم ها به حیث مادر کار میکنه در تنگنای مالی قرار داشته و به رول مادر هم کار کرده خصوصا در فیلم اسامه و که ببینید که استعدادها را که ما در سطح سینمای خود چی استعدادهایی را داریم وقتی آقای صدیق برمک فیلم اسامه را سناریوش نوشته کرده بودن میپریدن پشت یک چهره یا یک کسی که در این رول کار کنه حتی همی ماری جان گلبهاری را ایره از روی سرک پیدا کرده بودن یا مارینا جان گلبهاری را از روی سرک پیدا کرد و اماهی بالاخره به حیث یک چهره و یک کرکتر بسیار عمده و حساسی فیلم مبدل شد و جایزه بزرگ بین المللی را هم فیلم اسامه گرفت. من همونطور یاد کردم به یک مسابقه روزنامه‌نگار مسلکی و حرفه‌ای وطن با وجود از اینکه بسا موضوعات دیگه را چی در مسائل فامیلی و چی در مسائل دیگه هم در طول این سوال ها بیان کردیم راجع به فیلم و جهان سینما هم صحبت ها و گپ های خود داشتیم و ما به یاد دارم که زمانی که فیلم تایتانیک یا کاغذ پرانباز و یا کایت رانر یا گودی پرانباز وقتی ای به تبدیل به فیلم شد و کتاب از ای برآمده بود در اون وقتش برای آقای حسینی هم یادآوری هایی کرده بودم خصوصا بعد از اینکه این کتاب گفته شد که در جمله اضافه از 80 میلیون نفری که گویا کتاب خواندن و داستان از ای را درک کردن و این کتاب تبدیل میشه به فیلم نقاط نظر خود یادآوری هایی کرده بودم و گفته بودم و بعد از اینکه این فیلم هم گویا شد و برآمد با وجود از اینکه میفهمم و در جریان هستم به مسابقه یک کسی که در بین مردم هستم و واقعیت های حیمی کشور خود
درک میکنم و میدانم که حتی هنرمندا با همدیگه خود بسیار مشکل است که کنار بیاین. با در هم وقتش که یادآوری هایی شد، حتی مارک فوستر که کارگردانی فیلم بود و هست، هی ممکن است که در کرکتریابی کوشش کرده که با افغان ها هم کنار بیاوره. در ابتدا هم دیده می شد و گفته می شد که حتی بعض کسانی که گویا جستجو هم شده و یا سرشان پایین شده و که به مسابقه یک کرکتری اصلی در یک فیلم باشه، بین خود افغان ها هم یک مشکل پیدا شده و نخواستن که یک کس دیگه. بالاخره زمینی هزین مساعد شد که گویا یک ایرانی به ما در شماره کاخ سخنه که ببینین در سال 2009 مجله چاپ شده. در همین مجله ما فیلم کایترانه را یا گودی پرانبازه نقد کردیم از ای که چی گونه ضعف هایی داشتن. حتی برای آقای مارک فوستر هم گپ هایی را داشتم، ای که کرکتری را به نام آقای هماین هرشادی هاوردن در فیلم به مسابقه کسی که گویا کرکتر اصلی یا پدر حسن و پدر امیره که در حقیقت ناپدر حسن هم محسوب می شده، این را به کرکتر اصلی آوردن. در همون وقت ما در مصاحبه ها چی در وسایل ارتباط جمعی بین المللی و چی هم در محلی هم صحبت هایی که داشتم پیرامون از این گپ ها و نقاط نظر خود در همون وقتش زده بودم. آقای هماین ارشادی در اون وقتی که در این فیلم آمد، اولین فیلمش در خود جامعه ایرانی فیلم طعم گلاس بود که از ساخته های کیارستمی بود و حتی در بین خود ایرانی ها هم قسم توجه بود که کیارستمی وقتی یک کرکتری را میگیره در یک فیلم او را با خود میاره و در حقیقت همو اولین و آخرین کرکتر میباشه که در یک فیلم میباشه. همه زمینی رشد و بالندگی و ظهور و بروز برای هماین هرشادی معیا شد که این بیشتر از او بمونه، حتی جایزه بگیره و بالاخره زمینی هزی برای فیلم کایترانر به مسابقه کرکتر اصلی در این فیلم با آمد و باشه. ولی خوبی بود که یکی از کارهایی را که در یکی از مصاحبه خود هماین ارشادی بیان کرده بود که گفته بود که نظر به این که این کتاب در دو روز آقای هماین ارشادی قرار را که در مصاحبه هایشان کرده بودن، گفتن من در دو روز کتاب خوانده بودم و اتام و کرکتر خود نقش را که خودی از این نقش کلیدی را که یا کلیدی را که بازی میکرد او را درک کرده بودم و گفته بودم نظر به چیزی که در کتاب تعریف یافته او مشخصات فیزیکی را آقای هماین ارشادی گفته بود در خود نمیبینم، به خاطر از اینکه در رول مرکزی هزی یک آدم بسیار قوی و یک آدم دیپلمات و دانشمند و بس اون نکات و موضوعاتی که در اون نفته است گفته بود من در شأن خود نمیبینم. حتی برای ماهای مارک فوستر هم این موضوع را ایره گفته که بیان کرده بودم، اما یکی که گفته بود که خود آقای مارک فوستر توجه نکرده و یا قابل توجیه ندانسته که نوع مشخصات فیزیکی را در فیلم کایترانر گویا مد نظر داشته باشه. البته در بعض جای هم آقای هماین ارشادی کم ناصادق هم عمل کرده بود، یعنی در قسمتی از این که های گزینه دیگه هم مد نظر بود از خود افغان ها که در این کرکتر به اصطلاح کار کنه یا مد نظر گرفته شده بود، گفت بله یا از این میفهم و در جریان هستم، ولی هیچ گاهی مشتاقان هنر و فرهنگ در جریان قرار نداد که یعنی کرکتری که باعث گزینه دوم در فیلم کایترانر یا گودی پرانباز یا کاخس پرانباز مورد توجه آقای فیلمساز و یا دایرکتر قرار داشت، او را در اون وقت و زمانش حتی جسارتی هیره نکرده بودن که توجیه بکنن و راجع به هی موضوع توضیحات بدن. خب بر ترتیب ما به خاطر از خب البته در اون وقتشم این یک ما شما دیدیم که حتی حمیر رول را که بنا برای حمیر داده بودن و آدم حتی در عمر خود در زندگی خود چرخه را در دست نگرفته بود و در زندگی خود حتی شاید ممکن گودی پران را نمیشناخت، در بین دو روز رفته بود هی به اصطلاح گودی پران بازی را گویا یاد گرفته بود. این موضوعات بوده که همگیش ما در صحبت ها و گپ های خود زده بودم. خب فیلم کایترانر یا گودی پرانباز همونطور که در خود کتاب یادآوری شده که شامل سه بخش بود که شامل زندگی
پدر امیر در افغانستان به مسابقه یک شخص بسیار مقتدر و که در هوج بود و بالاخره وقتی روزها آمدن یادم مهاجر شد و بالاخره به ایالات متحده آمریکا رسید و مرحله دیگه که امیر ازدواج میکنه و مرحله دیگه که ای آقا خودش که کرکتر مرکزی فیلم دارا می باشه مریض میشه و مریضی لاعلاج به سراغ عظیمه و مصاب میشه و در اون وقتش که به اصطلاح پیش دکتر میره و دکتر هم روسی می باشه و یا در روسیه تولد شده می باشه، اما کلماتی بسیار رکیکی که در نوع فیلم استفاده میشه و یا عینی همون کلمات رکیکی بوده که در خوردی در فیلم ما شما میبینیم که آصف استفاده میکنه سر حسن، موضوعاتی که از جملات و گپهایی بوده که همگیش قابل مکس و حکس بوده و هست. به همون خاطر یادواری های ما وقتی ما از فیلم گریپران باز یاد کردم چند روز پیش یک یادآوری شد که افغان فیلم ما در حدود 52 سال است که سابقه داره یا تشکیل شده و یا از همون ابتدایی که ما فیلم هایی داشتیم در طول نیم قرن سینمای خود که داشتیم، ولی تازه شما برین ببینین و مصاحبه های باز خبرنگارا را که در روی سرک و بازار میرن با هنرمندای بسیار عزیز ما، با مردم عادی ما مصاحبه میکنن و میبینن، میگن از فیلم های افغانی را چند فیلم دیدین؟ میگن ندیدیم. یکان تایش میگه آه دیدیم یک فیلم اونمو که کپ کپ را میرفت، اونمو که کچ کچ را میرفت، و یا دو نفر کسر از سینمای افغانستان نمیشناسن و یا دو فیلم را ندیدن ولی سریال های ترکی را هر کدامشان یاد میکنن و میان حتی از فیلم از سینمای ترکی یا از نامی از یا از واژه ها و کلماتی که استفاده میشه به نام سنگوریان. تازه در هلمند یک گروه تازه ظهور و بروز کرده به نام سنگوریان که این برگرفته از این سریال های ترکی هستن که اینها به عیس آیل و مایل که هم بیرق های طالبا را عمل میکنن و هم بیرق افغانستان و در بین از در من اما نام خود که انتخاب کردن از اون نام سریال های ترکی و یا هم فیلم های ایندی تا کلگی بسیاری کسا میفهمن که فلانی بچه فیلم یا دختر فیلم با کی عروسی کرده، چند اولاد داره، چند ساله هست و به علاوه از دو نفر از سینمای پرکدابت ما با او خاطر ما مشکل در سطح همه موضوعات داشتیم، اما تو در مسائل سیاسی هرچند که در مسائل سیاسی افغانستان از زمانی که سیاست انگلیسی برای افتاده بود که تفرقه بینداز حکومت کن همیشه میگن که مسائل افغانستان همیشه فرد میور بوده است. به هر ترتیب مسائل سینما را که یاد کردم یعنی از فیلمایی را که یادآوری میشه ما در جهان سینما از ما ابتدا که ببینیم که فیلم فرزند فیلمای راب بلخی داشتیم، روزهای دشوار داشتیم، مجسمه ها میخندد داشتیم، هنرمندای خوب از عبدالله شادان عزیز که شروع کنین امی خان آقا سرور مرحوم از جمله کسانی بود که از جمله حبرینایی بود که در ردیف رول اول فیلم ها گویا کار کردن، ولی تلاش بود، ابراهیم توقیان بود، سلام سنگی عزیز بود، ناصر عزیز در زمان ما در هم دوره ما در پوانتون، فرید فیض که در فیلم خانه 555 کار کرده بود، عادل جان عدیم که فعلا در هالند هستن، سعید جان بروکزای با فیلم مردها را قول است، بس هنرمندای بسیار بزرگ داشتیم، ولی متاسفانه بیشتر در این برنامه یک ذره خواستم که سر مسائل هنری به خاطر از این صحبت بکنم که ما از ابتدای سال 2020 هنرمندای زیادی را در عرصه سینما و تئاتر از دست دادیم یکی پی دیگه، و به می خاطر هم بعد از این فوت جفایی که در هفته پیشتر بود و یکی از دوستای بسیار عزیز و گرامی بود همیشه یادآوری میکرد که این مسائل هنر و فرهنگ همونطور که جزء لاینفک کارهایت هست باید در هر برنامه تحت پوشش قرار بدهی، ولی متاسفانه گاگای مسائل سیاسی افغانستان اینقدر تحت الشعاع بس و موضوعات قرار داده که هر وقتی که هم سر مسائل فرهنگی و اینها زیاد صحبت کردیم اما دیدیم که لنگر کلگی دوستا و حیزا هم که تلفن کشیدن بیشتر ترکیز داشتن و لنگر انداختن سر مسائل سیاسی افغانستان، ولی بس و موضوعات دیگه بوده و هست که از اونها به اصطلاح
راجع به اونها یا خالصین بودن یا مورد علاقهشون نبوده یا نخواستن یاد کنن، و بیشتر در حالی که ما بس هنرمندای دیگه در بس کشورهای دیگه داشتیم که هنرمندای بسیار شاز و ممتازی بودن، حتی اونها زمینی هیر معایا ساختن که انتخابات به نفع خود بگردونن. حالا شما برین در اوکراین ببینین یک نفر که خودش در سریالا بازی میکرد اما بالاخره به عیسی یک رقیب عمده در مقابل آقای لوکانشکا قرار گرفت و انتخابات برد و نتیجه انتخابات در اوکراین به نفع ازو خورد، در حالی که سابقش در یک سریال ها بود. یعنی مردم مرگر بسیاری کسای دیگه که اونها بصیرت سیاسیشون هم هنرمند هستن و بصیرت سیاسیشون بالا هست و هم خادم مردم هستن، بسیاری کسا بالاخره کمک کمک میلانشون به طرف این میشه که اگر تغییر بیا یا تحول بیا گزینه های بعدی مد نظر باشه حتی به طرف فرهنگی ها و هنرمند ها هم رو بیارن. در بعضی کشورهایی که روزنامه نگار ها حتی مأمور تشکیل کابینه بودن و یا دولت را ساختن، به مراتب از کسایی که گویا اونها خود مسائل بین المللی شناس و این چیزها گرفتن، ولی روزنامه نگار ها که بسا کشورهایی که در ردیف مأمور تشکیل کابینه گرفتن حکومت هایی بسا موفقی را داشتن، چون از متن مردم بودن، برخواسته از متن مردم بودن، اونها حکومتی بسیار خوبی را در کبال داشتن. با وجود از اینکه ما در امون اوضاع و احوال قرار داریم، ولی یکی هم در همین روزا که جنگ و خونریزی جریان داره و ملاقات هم در دوحه هست، حکومت نظامی هم به حیث یک گزینه مطرح میشه و حتی یادآوری های هم میگرده که اگر وضعیتش پایتخت یا مرکز شهر کابل خرابتر از میشه و طالبا هم کنار نیاین و حوزا و احوال به همه منوال پیش بره، باید یک گزینی بعدی هم به مسابقه پلن بی و سی مد نظر باشه که او یک حکومت نظامی است که در رأس از او یک آدم کارکشتی نظامی گویا در رأس امور قرار بگیره که حتی از آقای رحمت الله نبیل و چراهای دیگه هم یادآوری میشه که اگر همچون یک حالت سو، البته در رئیسی حکومت موقت هم یادآوری هایی میشه با وجود از اینکه هر کدام به شکل از اشکال قد بلندک دارن و حتی به مقابل طالبا هم کلجنبانی دارن و برای قربانگوی به خاطر از این هستند، کمی کسایی که در رده های بالای حکومتی هستند و یا در ملاقات ها سقیم هستند، به خاطر از این هست که هگریانن گزینه حکومت موقت و یا انتقالی هم روی میز و یا در جبهه میز قرار داشته باشه، اگر از او نام برده شود یکی از اینها گویا به مسابقه امور رئیس الوزرای را که گفتم از اینها نام برده شود، بسیاری از اینها هم به شکل از اشکال همین حالت یک کلجنبانی دارن که اگر فضا قسم شود که به نفع از اونها فضا خاتمه پیدا کنه. ولی اگر بر ترتیب یک تلفن میگیرم که زنگ آمد، باز بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم آقا نوری. سلام علیکم، خوب هستین؟ صد شما خوب، جان جور خوب هستین؟ صد شما خوب، مهربان هستین، زنده باشین، بفرمایید در خدمت شما هستم. حالا کلام خدا خوب و صحت هستین؟ چکار؟ مهربان هستین، زنده باشین. تشریفتان از طرف خود، خانواده ما، دوستایم و تماشاگران برنامه بسیار فرمتوایتان تبریک میگم و بر خودتان. مهربان هستین، زنده باشین، تشکر، شما لطف کردین، در خدمتتان هستم. شکر که شما غنیمت بزرگ مطبوعات دنیای ژورنالیسم افغانستان شناس با خود داریم. بسیار زیاد تشکر میکنم، همیشه برنامه تان تعقیب میکنم و بسیار میاموزم واقعا آقای نوری، بسیار زیاد تشکر میکنم. مهربان هستین، زنده باشه، در خدمت تان هستم، بفرمایید. اصلا باید در تلویزیون که برنامه میذاشته باشن، باید یک متعدد المال جداگانه به اطلاع مشتاقان برنامه برسانن، اگر که ما برزیک مشتاق برنامه تان هستم و واقعا از برنامه تان میاموزم، خودم پیدا میکنم که به کجا و چی وقت شما برنامه دارین، به کدام تلویزیون. مهربان هستم، زنده باشم. چیزی گفتم؟ چند سوال داشتم آقای نوری، اگر که بفرمایید، در خدمتتون هستم. ما بسیار خوش میشم، ببخشید که خصوصا ما نمیفهم که با این تلویزیون یک ذره نو هستم، همیشه ما در خدمت هیزا هستم، هرچند اما اوضاع و احوال قسمی از برداشتا قسمی هست که سلیقه ها شاید هم مختلف باشه، بعضی کسا برنامه هایی را که نو برنامه هایی را که ما پیش میبرم با مذاقشان برابر نمی باشه و بعضی کسا هم گویا برنامه های فرمایشی را زیادتر برمیتابند که
امی موسیقی باشه و آهنگای فرمایشی باشه، ولی به هر ترتیب بسیاری کسایی که با غور و مداقه جریانات و موضوعات میبینن و نوعیت کار برنامه سازی نبینن، هرچند در این ورطه که همه ما و شما قرار داریم میبینیم که گویا افغانستان شناسا همه شما جملاتی که میگن گاوای خود ما حرق در جبین ما جاری میشه، که بسا کسان دیگری که میبینم بسا القابای رو بر از اونها استفاده میشه و بگیرون امان وقت نویت کارشون رو میبینم، سابقه کاریشون رو میبینم، بتا بسیاری کسایی رو که در زندگیشون برای یک بار هم قلم در دستشون نگرفتن، یک مقاله و مضمونی نوشته نکردن، اونها آمدن و گویا به خورده این ملت قسم اجازه ده میشن که گویا افغانستان شناس هستن و بس موضوعات دیگه، ولی به هر ترتیب در زمینی هزی باید روز با روز در ذهن و ضمیر مردم ما نهادینه شوه که درک کنن و بدانن که کار برنامه سازی چیست و علم ژورنالیسم و فن روزنامه‌نگاری از چی وصف میکنه و چی موضوعات به خورده این ملت باید داده شوه، با اینها باید درک بکنن، تا کهی که به اصطلاح در یک برنامه امو یک دو سه نفر از امو دوستا و حیزا تلفن بکشن، این برنامه ها را همگیش دیگه همزبان ها هم میبینن، همگیشان بررسی میکنن، حتی تاجیک ها برنامه های مرا میبینن، ولی تاجیکستان در همی هفته انتخابات خود پشت سر گذاشتن، همی آقای امام علی رحمان ای پس دوباره انتخاب شد و من تمام مسائل تاجکستان میتونم که از نگاه کار و باری که خودم آقای امام علی رحمان کار کرده در طول سالها بسیاری موضوعاتش مورد نقد قرار بتون، اما ببینین انتخابات در یک روز اعلان شد و با وجود از اینکه انتخابات بعد از اینکه بعد از ازمیلال و فروپاشی شوروی سابق تاجکستان وقت آزاد شد از سال 92، یعنی از سال 1992 الی 1997 تاجکستان در یک جنگ میهنی که به حساب روسا میگن گرژدنسک واینه، یعنی جنگ میهنی در اوج جریان داشت، اما همی آقا امام علی رحمان اوف پریروز، امام علی رحمان دیروز که حالا میگن که اینا هم تغییرات در سطح ادبیات گفتاری و نوشتاری خود هم ایجاد کردن که میگن از این به بعد باید پور گفته شده، یعنی امام علی رحمان پور و یا بر خانم ها هم گفتن بانو و دخت و این چیزا استفاده شده، ولی متاسفانه اینها در زبان و ادبیات خود به نوعی از اینها تغییرات میارن و البته همونطور که یاد کردم از تاجکستان، ولی مورد نقد ما همین است که بچه خود از شهردار یا شاروال دوشنبه مقرر کرده به نام رستم که حتی او رئیس سنا هست و در قانون اساسی خود تاجکستان هم قسم توجه شده که رئیس سنا جایگزین اگر رئیس جمهور مریض میشه و یا با مشکل مواجه میشه رئیس سنا اوتوماتیک او جانشین، چنانچه در ازبکستان می کار شد وقتی آقای اسلام کریموف فوت کرد، لاجرم رئیس پارلمان جایگزین شد و همون نفر می شوکت ضیا رئیس جمهور شد، که چنانچه او یک نسخه را هم در این 75مین اجلاس صلح سازمان ملل متحد راجع به موضوع افغانستان هم پیشکش کرده بودن، و او خاطر من خدمت شما یکم آشیروی به خاطر ازی کردم که یعنی ما در خدمت هستم، بله اینا را میگیرم شما چون دلائن ما یک نفر دارم عیزای دیگه که باز تلفن میکنن کلگی به نوبت تلفن کنن، ما بسا خوش میشم که عیزا تلفن کنن و موضوعات را که مطرح بکنن که ما در صحبت های خود در ابتدا او را تحت پوشش قرار دادیم و یا هم سوالاتی که راجع به همین جریانات کنفرانس صلح و مسائل آینده سیاسی افغانستان بس با موضوعات دیگه هم که هستن میتونن که مطرح کنن، ما انشالله که در خدمتشون میبشم، ولی یکان وقت تلفن ها قسم میه که ما در یک لاین میبشم زنگا پشت در پشت میه، وقتی که یک لاین همراهشون مصروف میباشی باز میبینی که نفر دیگه گویا خسته شده، در حالی که شما وقتی تلویزیون که میبینین اگر میبینین که من یک لاین را دارم یک کمه که زحمت میشه به انتظار باشیم که لاین دیگری هم میگیرم، من انشالله که در خدمت حیزا قرار میداشم. البته اعلان سوال جان لطف کرده بود دیروز در برنامهشون اعلان تلویزیون برنامه مرا گفتن من اعلان کرده بودم در برنامه دیروزشون، خب به هر ترتیب
به ای من همونطور که یادآوری کردم، من بسیار آرزو و همی است و دارم که در هر تلویزی در تلویزیون زرین باشم، در آریانا افغانستان باشم یا تلویزیون هایی که در کابل است، منظور من رساندن صدای این ملت در دیده و در خونخونوده هست که رنج بیکرانی را هر روز میکشن و بتونم که اما مطابق متد و اسلوب روزنامه نگاری و مطابق حاصل ژورنالیسم پیشرونده و فروزنده بس و موضوعات برای او کسایی که میفهمن که کار ما چی است و یا در طول 40 سالی که ما در مطبوعات بودیم چه کارهایی شده و چه کارهایی را میکنم اونها میفهمن و کسای دیگه که تو یک لحظه که به اصطلاح تلویزیون خدا یک روشن میکنن و یک چهره را میبینن یا میگن بشناسیم یا بشناسیم، این موضوعات من کسی بودیم که در بسا کنفرانس های بین المللی هم اشتراک داشتیم. ما از جمله خبرنگارایی بودیم که در روز جهانی زبان و زبان مادری و یا زبان مادری در سطح جهان گپ زدیم، سخنرانی کردیم، یادآوری های داشتم و دیگه یا فرزند در 800مین سال وفات مولانا که تقریبا در سال 2007 بود در سازمان ملل متحد یا در UN اشتراک کرده بودم، یا در کنفرانس جهانی که 1150مین سالگرد رودکی سمرقندی هو هم در سازمان ملل متحد برگزار شده بود در هوجه اشتراک داشتم، حتی بس و موضوعات را در هوجه استاد خیال عزیز افیزالای خیال که در او هفته هم لطف کردن در برنامه بعد از اینکه ما خداحافظی کردیم استاد افیزالای خیال تلفن کردن برای آقای خیال عزیز سلام میرسانم، بسیار لطف کردن در حق ما، همیشه لطف داشتن در طول مثالهایی که ما در مطبوعات استم استاد افیزالای خیال لطف داشتن. اونا یادم است که در کنفرانس رودکی استاد افیزالای خیال هم در سازمان ملل متحد از طرف کشور هزم افغانستان در اوج مجرایی داده بودن، از البته از کشورهای تاجیکستان هم هنرمندایشان و همه تو از کشورهای ایران هم، البته نقاط نظر خود پیرامون هر دو کنفرانس در اون وقتش در مطبوعات چاپی و تصویری ما یادآوری کرده بودم. وقتی که ما از زبان و ادب یا روز جهانی زبان مادری یاد کردم، در همین وقت که ما و شما میبینیم در همین سالها و روزهایی که مشکلات زبانی هم دارد ما را تهدید میکنه و هر روز به شکل از اشکال میبینیم، وقتی یک موضوع جنگ و اینها تا حدود خاموش میشه یا کم میشه یا شعله های جنگ تا حدود کم میشه، باز اینها مسائل زبانی را هم مطرح میسازند که تو دری نگوین، فارسی بگوین، فارسی نگوین، دری بگوین، یا فرزن کسایی که دری زبان است اونها برن اون طرف آبها، و یا کسای دیگه که قسم توجیه میکنه کسای دیگه که پشتو زبان هستن برن اون طرف دیورن، بس هم موضوعاتی است که به شکل زشکل اونمو نوع سیاست انگلیسی است که میگه تفرقه بیانداز و حکومت کن و هی موضوعات همی حال هم با وجود از که دارد جنگ ها ما را تهدید میکنه و مشکلات هست، مسائل زبانی هم مطرح هستن هر روز به شکل از اشکال. در یک از برنامه های پیشتر یاد کردم که حتی همونطور که افغانستان کشور فرد میواری هست، عکس‌ها رو برین ببینین، یک گروه دیگه نو تازه بند شده که در جمله از این که لایتنایی عکس‌ها در پشت یک وزیر در یا در عقبش یا در دیوالش به اصطلاح عکس‌های لایتنایی نصب است، یک عکس دیگر هم اونها میبرن که این عکس‌ها ببرین اونجا بند کنین. اما بارهایی رو گفتیم که اگر زمینی حضیر شما معیا بسازین که برای آینده سیاسی افغانستان بیاین از این مرده ها بگذاریم، بخوایم که زنده دوستی کنیم. خب پرستی نمیگم به خاطر اینکه پرستی همیشه به خداوند بزرگ می انسان دوستی کنیم، زنده دوستی بکنیم. یک چند نفر کسایی که واقعا دلشان، ضمیرشان، وجدانشان سر مسائل افغانستان میتپه، اونها را به اصطلاح گردش به حیث یک گزینه بعدی یا یک بدیل جمع شوند. بارها گفتن یک گزینه بعدی دارین یا دولت خود یک نفر خود یا نماینده یا یک بلی قربانگوی خود معرفی کرده یا جنای طالبان، اما یک بدیل سیوم هیچ گاهی از طرف اکثریت خاموش مردم افغانستان پیشکش نشده و نتانستن که ایره پیشکش بکنن. این خلا و ضعف ها هم در ما هست به خاطر از اینکه ما هم تو یک نوع به تفاوت باقی مانده در بس و موضوعات.
اگر از همین جریاناتی که برین در سطح میدیا اجتماعی برین ببینین، هر روزی که به اصطلاح صدا بلند میشه نه فلانی خوب است، نه فلانی خوب است، نه فلانی که شهید شد، این خوب بود، این شهید بود. او برادر ما خود علی عزب الله در ردیف خدا قرار داده نمیتونیم. او رو خداوند خودش میفهمه که کی شهید است یا کی شهید نیست. همه هر روز ببینین که به شکل از اشکال مطرح میشه فلانی شهید است، فلانی شهید نیست، یا فلانی که عکس‌ها بند میشه، روزهای که از اینا تجلیل میشه، ولی یک کسی که زمینی حضیره که مساعد شده باشه و کلی که مشترکن با هم کار کرده باشن که برادر بدیل دیگه ما به مساوی بدیل سیوم اینجا است، یا این ترسی ما میخواییم یک گروه نو. حتی ما در وقتش شما که برنامه ها را هم تعقیب میکنین و دیدین، ما انجمن نخبگان پیشنهاد کرده بودیم که بیاین یک گردی، یک محوریت جمع شویم به نام انجمن نخبگان، که اگر بایسی یک بدیل سیوم، اگر ایانان ما در یک مشکل و مخمسی اساسی قرار میگیریم، بایسی یک دلیل سیوم ما جمع شویم و یک اتحادیه یا یک نهاد نخبگان پیشکش بسازیم که امو خلیگا و ضعفی که راجی در نبودن خلای قدرت به میان میه، این بتونه که جایگزینی از او، جاینشینی از او شده بتونه. ولی متاسفانه کارهایی نیست. کمک کمک از این مرحله باید بگذاریم از موسیقی فرمایشی، باید کمک کمک با یک بصیرت سیاسی و با غور و مداقه نویت کار برنامه سازا را، پهنای دانششان درک کنیم و در پرتو ایمان خود براسی کنیم. تا وقتی که به اصطلاح یک کس رفیق ماست و یک دوست ماست، او را به اصطلاح به شکل از اشکال باید با در پرتو ایمان خود همه موضوعات بسیار عاملانه و صادقانه باید تیر مورد بررسی قرار بده. ما از روز جهانی پست که پیشتر ما یاد کردم، شما را ببخشید که در این میگیرم، روز جهانی پست یاد کردم، روز جهانی پست به مسابقه هم یاد کردم، یک روزی است که حتی در سال 1874 اساس گذاری شده به مسابقه قدیمی ترین نهادی که در سطح جهان است گذاری شده. و حتی ما از زمان امیر شیرعلی خان به نام که یک پستخانه در افغانستان جور شد به نام داغخانه دولت خداداد افغانستان، یعنی افغانستان به مسابقه کشوری که از عضو کنگره پست جهانی تقریبا سابقه یک قرنه دارد. اول مسائل تکنولوژی شده و به اصطلاح فکس و ایگپا برآمده، اما در اون وقتش چرا این اساس گذاری شد؟ در اون وقتش در ابتدا بین 22 کشور، این در مثال که یاد کردم 1874، بین 22 کشور با پیشنهاد آلمان یا جرمنی این موضوع پیشنهاد شده بود که از نگاه ارسال و مرسول نامه ها مشکل است، احوالات و یک پسترسان و یک پستچی میتونه که حتی از 3000 سفر جلوگیری کرده بتونه. و این نهاد از او وقت تشکیل شد، اما متاسفانه ما به مساوی یک نهاد بسیار قدیمی، خارج از مسائل سیاسی، تنها بیاین همین نقد مسائل روز پست و پستچی رو باید بکنیم. تا به حال اینقدر ما در سطح رساندن نامه و ارسال مرسولش مشکل است که فرضاً یک نامه از ایالات متحده آمریکا یا از کشورهای اروپایی میره، میگن برای آجی فلانی در بغل چاینکی فروشی فلانی در بغل دیوال خشتی برسد. ما که بارها وزارت فرهنگ یا وزارت مخابرات اینها را سرش نق کردیم، ما در افغانستان، ما در کابل چی کنیم که یک جاده داشته باشیم به نام شیخ زید یا شیخ فلانی؟ اما ما خودمون در نامه ما پس دوباره بعد از چند ماه آل و خلبت یک ذره دنیای منفکتور شده و تکنولوژی معلوماتی با یک تکمه همه موضوعات میره، اما بسیار کسایی هستن که هنوز هم منهمک هستن به مو پست و پستچی، خصوصا والدین و پدرکالانای ما، اگر کسایی که هستن هنوز هم منتظر اون پست هستن، در حالی که امی روز جهانی رو گفتم در وقتش جارچی ها بود که اول باز یک جای بجگان حتی کبوترها گویا میرسندن. اما این روز جهانی پست که یادآوری میکنم یا میگم، اما در کشور ما کوچکترین تغییر در سطح پستی هم نامده، در سطح ارسال و مرسول نامه ها تا بال بسیاری سرکات نامگذاری نشده، حتی نمروندی نشده. هر کسی آمده و هر کسی میگنم که ما گویا کار کردیم، اما فراخور آل احوالش و دهیته و حدود صغور کاری خود چی کارهایی کردن؟
حالا ما چی کنیم که یک وزارت اطلاعات و فرهنگ 4 معین داشته باشه؟ اما هیچ گونه کاری در سطح عمومی صورت نگرفته باشه. ما هنوز نمره نداریم و آدرس های بسیار کوری است. کی بود گفت نامه پس از بعد از 6 ماه یا 7 ماه پس دوباره میامد؟ گفت که یادآوری میشد یا یک استمپ میخورد که این نفرتان در آدرس نیست و یا اون نفر گفت که شوخی کردیم یا برش گفتیم که پدر از او کنج یا برادر از او کنج برای که نامه برات نمیرسه. به هر ترتیب یعنی ما از روز جهانی پست یاد میکنم، یعنی ما بسا موضوعات و مشکلات بسیار بزرگ و حساسی داریم. تنها این نیست که سر مسائل سیاسی افغانستانی که بگه والای نو کنفرانس دعا و یا برآمده، اما از نگاه سیستماتیک، از نگاه حنق باید بسیار موضوعات دیگه ما داریم که بسیاری به مسابقه بسیار سرسری و لاوبالی حتی این موضوعات مد نظر گرفته شده. میگه از پستچی و یاد کردم، میگه و از حتی از کبوتر یک پا، میگه سرخی چشم کبوتر را نمیدانی ز چیست، سرخی چشم کبوتر را نمیدانی ز چیست، نامه هم میبرد و بر آل دلم خون میگیرست. و براستی هم با حال دل ما از هر حصه به اصطلاح خون باید گیرسته شود. کسانی که واقعا اخلاقا و وجدانا سر مسائل افغانستان خود اونا سعی میدانن و میدانن، باید اونا برای از این لاکی که قرار دارن باید در پرتوی ایمان خود بررسی کنن. یک آهنگ بسیار مبتذل را شما برین ببینین با چقدر گویا لایک میگیره و اون نفر هم، اما بس و موضوعات دیگه هستن که اونها برش وقت گذاشته نمیشن. ما باید در هر وقتی که میخواهیم که اصلاحات باید در همه موضوعات باید اصلاحات باید بیاریم و تا زمانی که همچو اصلاحات نهادینه نشه بسیار مشکل است، دشوار است، محال است و جنون است که بسا کشورهای دیگه را که یاد کردم، فرزن از سنگاپور یاد کردم، باز کسای دیگه، اونها در همه موضوعات تغییر آوردن. تا بکه این مشکل زبانی باشه که برادر توی تو گفتی این زبان اول اینه و بالاخره در بسیاری جا سر سالها جنگ سر می پاهنتون کابل و دانشگاه کابل بود، بالاخره گفتن اردو لحوه را پس کنین بانین یونیورسیتی کابل. و به همین خاطر که گفتم که مشکل زبانی و یا ما در کنفرانس جهانی روز جهانی زبان مادری ما بالاخره ما در نشریه امید 35 شماره مسلسل است که این امید است نیجا برین ببینین، ما در امید 35 شماره مسلسل است که ما سر روز جهانی یا پاسداشت زبان مادری مورد تایید و حرمت فرهنگ مورد تایید و تاکید سازمان ملل متحد است. امروز در سطح جهانی برین ببینین در سطح کشور خود ما یک نشریه برای ما باقی مانده در سطح برون مرزها که می امید است. و ما تشکر میکنم از آقای محمد قوی کوشان و خانمشان که خودش مریض است، مشکل داره، اما اگر قط و صحافتش خوردم ساخته ولی معتبیاتش هم میگیش بسیار در مضامین بسیار قوی است و نویسندگان که امرشون کار میکنه. یک نشریه ماده ولی تعداد مشترکین درک نداره یا مشکل، همه باز امور نشر میکنه، حتی بسیاری کسا خبر ندارن، بسیاری کسا میخواین دارن میاین برای ما برنامه سازی میکنه، میگن ما هیچ مطالعه نکردیم و ندیدیم، یعنی به مسابقه که خویا گویا خودش عقل کل هستن یا از دو نشریه یادشان نیستن یا نمیفهمن یا نه همون تو که بچه فیلم یاد کردم که بچه فیلم همون تو نمیشناسن، دو نشریه رو نام نگردن با این میگه من مطبوعاتی هستم، من فلانی هستم و من احتراستم و احتراستم. سوری کسایی که به اصطلاح میلافن و گپ میزنن ما در طول 40 سال در مطبوعات ندیدیم، ولی امروز ببینی اگر اون کسایی که امو که گویا شیرگونی را میکشن که رنگ یارم به ترب میموند، خود یارم به سرب میموند، ولی بسیاری کسا میگه به به چی شاعری از شما، آفرین قریه تان شگوفا باد. اینا کلش موضوعات و مسائل است که باید عاملانه بررسی شود و تا که نشه ما هم که گمیه این فرزند ما خودم میفهمم که در این اوضاع و احوال کرونا زده که بچی مشکل میایم در پیام افغان برنامه سازی میکنیم یا در ایجه میایم، یک نفر که برای برنامه یک کمک مالی میکنن، یک 7 سال پیش که یک چیز بسیار کوچک روان کردن خیالش که امو برای من 7 سال شده،
حال در بسیاری کشورها میدیا به مسابه دژ فولادینی که از حق مردم دفاع میکنه و به مسابه قوه چهارم در کنار قوه ثلاثه مطرح میباشه ایست که مردم مطبوعات واقعیشان هم مطبوعات مثبتشان هم او را جانبداری میکنن، او را نمیخواین که به زمین بیفته. اگر او داد میزنه که این برنامه از پیش ما میره، من نمیتونم از نگاه امکانات مالی در یک مشکل قرار دارم، شرایط کرونایی است، اتورا سوتر از او را کوشش کنین، او میره و بالاخره همه اگر زمینی از این مساعد بسازه و هر کس فراخور آل و احوال و جیبشان اونها بگیرن کمک کنن، او بیشتر میتونه که از حق مردم دفاع کنه و میتونه که بیشتر وضاحت هایی کنه و راجع بس و موضوعات دیگه به اصطلاح گپ بزنه. بفرمایید شما، ببخشید ما بفرمایید شما باید شخصیت شما باید تمام مدباد در پناه دانات تجربه کاری و علمیتتون تفسره کنم. خدا خیرتون بده. بفرمایید در خدمت شما هست. هر بیمان دکتر استاد میشه و شما با قدامت 40 سالتون در مطبوعات هستین. بفرمایید. اقلا برنامه سازان بزنن که افتخار مطبوعات و کارکشته سابقه اینجاست که به سوالات خود مشکل دارن، سرپیشت دارن و شما طالب کمک شدن. شما در چندین ناز چون ناز نخبگان، شورای جهانی ژورنالیستان، انجمن نویسندگان، کمیته حمایت مسئولیت روزنامه‌نگاران و بنیاد خبرنگاران بدون مرز همکار هستین. لطفا بگویند که شما کدام جنبش را به نام گویا جنبش نجات افغانستان از بوران موجود است. شما هم که نام را شنیدید یا خوندید، جالب است که با تزلزل ایمانشان آدم نماها که گوی خود را از شف مخلوقات میپندارند ولی فوقلاده مشکل دارند. حتما شما خبر داشته باشید از کاذبای تحت نام دکتر و لیدر و لدر و قد بلندک میکنند. شخص به نام محمد صابر ناصری که در اصل ترجمان سربازان امریکایی بود و حالا از افغانستان شناسی و چشناسی یاد میکنند، از هم افغان ها میخواد که به ترامپ رای بدن، چون روز تا روز انتخابات در امریکا نزدیک میشه و من تا روز انتخابات اگر سوال داشته باشم از شما، چرا که دیگران مثل صابر و چند دیگر پولی هستن و یا کدام رقم دیگر. ببخشید همینجا یک لحظه، در ایسی آقای صابر ناصری من فکر میکنم یک بار در برنامه پیشتر دائمی برنامه هم کم صحبت کردم، یک متحد المال را کشیده بود که راجع به ای که نوی ای که گویا با آقای ترامپ رای بده، نمی آقای صابر ناصری که ایره نقد کردیم و تقریبا سه برنامه پیشتر پیرامونی از این هم صحبت کردیم که هیچ کسی حق نداره که برای مردم ما چی در هیچ اگر حق رای دارن و چی هم در کشور ما افغانستان حق رای دارن، بر از اونها خط و خطوطی اونا خودشان در پرتوی ایمانشان و در بررسی خطوط اساسی کاری و برنامه های از اونها خودشان رای بتن. اما یاقا در اونجا میگفتن که شما برین به ترامپ رای بدین و باز موضوعاتی که در اون وقتش ما او را در صحبت ها هم نقد کردم و در مطبوعات هم نوشتم و آقا کم لحن و طعن سخنشون رو تغییر دادن، تازه گفتن که من خط و خطوط تعیین نمی کنم که گویا کی به کی رای بده، ولی باز هم نوع صحبتش و گپ هایی را که اراحه کرده بودن همگی گپ هایی بوده که باز هم میلان از اینها به طرف جمهوری خواهان به ویژه آقای دونالد ترامپ هست که ایرا هم در یکی از صحبت ها هم نقد کرده بودم و یادآوری کرده بودم و مردم خصوصا کسانی که اهل رای هستن اونا بسیار موشگافانه کوشش کنن و به گفتی همچو اشخاصی که اونا یک چند سبای در این موضوعات رفتن و آمدن یا کسی برشان گویزد کرده که گویا شما از این اوهان گویا جانبداری کنی، اونا باید در پرتو ایمانشان و شما سر این موضوع و بیشتر از این سر از این دیگه نمیخوایم صحبت کنم. گپ ها را تقریبا خصوصا کسایی که برنامه 3 اکتبر مرا که در شبکه جهانی پیام افغان ببینند در یوتیوب موجود است، در صفحه فیسبوک ما هم موجود است، زیادتر سر از این موضوع هم صحبت کردیم و سلسله مقالات مرا هم که تعقیب کنید اونا رو گفتیم. بفرمایید دیگه سوالاتتون در صفحه ما موجود است. بله دیگه بفرمایید.
یک تحلیلگر دیگر یک تحلیلشان ببخشید کسانی که تحلیل نمیدانند یا ساخت برنامه را یاد ندارند، من به قول شما آنها را تحلیلگر یا برنامه ساز میگم. آن تحلیلگر در برنامه‌اش گفته که وضع پارلمان در کشور چی طور است و مثل بابای خود به خریطه فایل کرد و گفت عیناً مثل نماز جمعه در زندان پلچرخی است که امام دوز زانی معزن هم لواتتکار و کیسبر و مقتدی ها همه نسواری رزن و دوزدان. از نظر شما که واقعا یک صاحب نظر جلسنگر یک تحلیلگر مسلم هستید، آیا کار شایسته می کند که در تحلیلای مسخره و بیمزه خود اسلام عزیز و مسلمانان را تمسخر می کند؟ ما امیر امیال برتون جواب میگم. یکی از موضوعاتی را که شما نقطه خوبه که خوب ممکن است ایره به نام یک لطیفه و طنز و مطایبه ایره مطرح بسازن و که در پل چرخی، حالا ما و شما ببینیم که در پل چرخی هیچ کسی نه در وجود دزد بود نه رهزن بود، کلش زیادترش تقریبا 95% آل، البته زمان طالبان یار نمیگم، زمان سابقش تمام 95% کلش سیاسی بود، در وجود دکتر، انجینیر، پوهان، استادان بسیار جهد، پولیگونی، همه موضوعات اوجه بود. این حال در بین از اونها اگر قسمی تو یک توجیه شوه که در بین از اوها گویا یک کسی خدا نخواسته ازی بوده، البته اگر توقیف ولایت کابل یا نظارت خانه میگفتن، خب در توقیف معمولا دزدا و قطاریق جانی و جنایتکار و جنایی را به اصطلاح در توقیف نظارت خانه می بودن. اما اگر در پل چرخی در وقتش هم تو یک موضوعات را مطرح بسنن، در اوجه واقعا که در وقتش مردان بسیار بزرگ و جهید در پل چرخی بودن، در هموجه به خاطر پایداری در اندیشهشان، در هموجه به خاطر اینکه مقاومت کرده باشن و برای ابر قدرت ها برای شرق و غربش نگفته باشن و یا نگفته باشن، هموجه صادقانه استادگی کردن، روزهای بسیار بد و دشواری را هم کشیدن. جناب پدر خودم قمندان سیم نوری بزرگ در پل چرخی سپری کردن، با وجود از اینکه یک فرد مسلکی و یک پلیس مسلکی بودن و صادقانه به هیچ جنایی نبودن، حتی به جنایی که از تنظیما بود به اونها کدام وابستگی نبودن، فقط از حق ملت. اونها هم در همون پل چرخی و مسائلهای در همون جا هم به اصطلاح پایوازی رفتیم برای در پل چرخی. یعنی منظوری هست که بس و بزرگان دیگی هم در پل چرخی بودن و اگر اینطور یک مثال را که بر از اینکه گویاچی فقط بجز کسان دیگی که اونقن درک نکردن که دارن چی میگن و او را تغییر بتن، هم او را پل چرخی و توقیف تعویض بسازن، هم تو یک یاد کردن. ای را هم براتون گفتم، این سوالتون هم هیچ دیگه این جواب داده شد، بفرمایید دیگه تنه. خاطر حکومت موقت که باز قصهش گرم است، به نظر شما برای رهبری دکتر سبیدر خان کم سپیشتر دارن و یا استاد سیرت؟ چون استاد سبیدر خان استاد فاکولته حقوق و رئیس پانتون کابل بودند و جناب دکتر سیرت استاد فاکولته شرایط و وزیر ازده در زمان ظاهر خان بودند. سوالم این است که شما با کدام ایشان کار خواهد کردین و موعد قبول طالبان کدام یکی از ایشان قرار خواهد گرفتند؟ آلا عبدالله زاخلوال اتمر با داودزه هم قد بلندک دارند. اگر در راست حکومت قرار بگیرند، یک تحلیل واقعی و کارشناسنامه شما را ایجاب میکند، لطفاً بگویید. این را من میاله برتون جواب میگم. خب بر ترتیب یک در الچن ما شما میفهمیم پیشتر شما از یک جنبش یاد کردین. این تو جنبش هایی بسیار که به مسابقه یک گل خشکه که میگه در دیوال بزنی و بفته، همچون نفرهایی که کوچکترین ایمان نداره، حتی در مو گپایی که خودشان میزنن اعتماد نداره. بله، بروز دیده شد یک نفر خودم میگه من دکتر هستم یا از راه دور گرفتیم، اما بیچاره قدر عاجز هسته که یک روزم تو اما مکتبم نخوانده، همچو حلقا بره به اصطلاح بررسی میکنن و جنبشی گپا یک بادر از دل میکشن و همیشه گویا کاندید اعتمالیستم یا عزیستم یا عزیستم یا جنبش دارم یا عزیز دارم، بیچاره یک روزی نام از یاد در رسمیات و یا در جرائد رسمی برای یک کلمه و یک خطم به اصطلاح از اینها تذکر نگردیده.
ولی چون عقده دارن همیشه همون تو موضوعات را به اصطلاح میلافان و گپ میزنن، در جمله گزینه ها به اصطلاح یاداوری میکنن. حتی بعد از این نفرایی که شما یاد کردین که این نفرها کلشون یک سیاهی جنگل بیش نیستن و فقط میخواین که در صفحات فیسبوک از خود یک نام نشان به خاطر از اینکه هیچ چیزی در اندوخته و در چانته ندارن مطرح شون، که خداوند ایمان از اینها زده و اینها تجرید شده هستند در بین همه مردم. به هر ترتیب در پیش از اینکه سر استاد دکتر محمد حیدر خان دوست عزیز و گرامی ما و استاد سیرت عزیز دوست عزیز و گرامی ما سر از اینها بحث کنم که باردیشون شناخت کافی دارم، دوستای بسیار نزدیک. مثلا این موضوعی که گویا داودزای پیشتر در صحبت‌های خود یاد کردم که آقای داودزای یا فرزند دکتر عبدالله یا زاخیلوالا که یاد کردن یا حتمره، اینو به مساوی کسانی هستن که بین خود مبالی قربانگویی دارن که اگر شبک دل طالبا در یک حالت قرار بگیرن که به ما دل بسوزنن و یا بگوین که در این حالت امی دوره حق، اصلا ما طرفدار حکومت موقت هم نیستم. برای این دوره که اگر ایانن هم حکومت بایی باید یک دوره انتقالی باشه که او زمینی هاینده را دوره انتقالی معیا بسوزه تا اگر خلای قدرت به میان میایه همی خلای قدرت به اصطلاح پر شده بتانه. و این کسای دیگه که آقای که شما یاد کردین آقای زاخلوال، خب ببینین که چه قسم زمینه رشد از این معیا شد، یا آمد وزیر مالیه شد، رفت سفیر شد، حالا ببینین هر روز در حالی که رفیق زور گرما و گرمابا و گلستان آقای غنی هستن، همه کت طالبا عکس میگیرن میگن طالبا راجع به حکومت کابل به خاطر از اینکه کابل حکومت اسلامی نیست و دوجه در میدان هوایی گویا مشروبات الکلی فروخته میشه به او خاطر کابل یک حکومت اسلامی، و این آدم یاقا وزیر مالی همین حکومت بوده که آله با طالبا به اصطلاح دست به گردن عکس میگیره. افغانستان به همچی یک لیدرشپ، من لین شما را هم باز میگیرم، زنگ دیگه آمد برام، امامد علی نستم، لطفا فقط بعد از اینکه مریم جان خلاص شدن باز شما لطفا بیاین. اما یاد کنم که طالبا اگر کوشش کنن که بگردی همین دو گزینه که آقای دکتر محمد حیدر خان هستن که سالها استاد مسلم فکلتی حقوق بدن، یا استاد سیرت که باردیشون شناخت دارم، باردیشون گپ هایی داشتم، صحبت ها و مصاحبه هایی داشتم، هر دوی ایشان اجالتاً برای دوره انتقال گزینه های خوبی هستن و میتونن که روگرد از و اگر اینا کدام وقت برای دوره انتقال باشن و با هر دوی از اینا کدام مشکلی ندارم، و اگر کدام مرا به عیس یک سپایی و با خود چیز را از ما پرسان کنن و بعد در حد یک روزنامه‌نگار وطن ما در خدمت از اونها باشم، برای اونها یک بعیس یک مشاور انشالله که در خدمتشان می باشم. دیگر چیزی دارین گفتنی؟ که من لاین دیگر هم بگیرم بس بفرمایید. بله. گلبدین در یکی از مصاحبه هایش گفت که از دولت غنی کده طالبان میتواند کنار بیاید. تلفن دیگره بانو میده فیجره یا کلاین دیگره بگید نمیتونم. بله خب بفرمین. خواه بله گفت که اگر دولت غنی از دولت غنی کده با طالبان کنار بیاید، و همچنان گفت که پاکستان مداخله نمی کنه بلکه اند ایران مداخله می کنه، و هم در باره از هم پوشیدگی جمعیت ابراز نظرهای جداغانه داشت. نظر شما منعیت کارشناس در ارشد مسلکی مریم جان، این سوالم برتون بگیم خود به خود همین سوال خودش اهل است که آقای حکمتیار دمی هفته سفیر نو پاکستان وقتی که آمد راست رفت برای با آقای گلبدین حکمتیار در امو دارلمان در مقر که زندگی میکنه اوجه با هم دیدن و صحبت هایی کردن، و ای که گویا پاکستان مداخله نمیکنه و ایران مداخله میکنه، این موضوعات همگیش چیزی که عیان است، چی حاجت به بیان است در او کشور جنگ زده و هافت رسیده که افغانستان به حیث یک از نگاه موقعیت جیوپولیتیک خود قرار داره، همه کشورها مداخله میکنه و هی یک مدیریت درونی را کار داره، یک شخص مدبر را با یک تیم واقعا کاری، نه یک تیم هایی که به اصطلاح هر روز اخطار بتی او را ملخ بگو او را و اصطلاح قرچه بگو این گپا، ولی در یک برنامه واقعی نداشته باشن برای که چطور بتونه که از این منجلاب یا این کشتی شکسته را از این به ساحل نجات رهنمون شود. دیگه چیزی ندارین که من لاین دیگه است بفرمایید. تشکر میکنم آقای نوری، بسیار تشکر، مهربان هستین، بسیار لطف کردین، تشکر.
بله بفرمایید سر، در خدمت شماست. مهربان هستین آقای خراسانی، چطور هستین؟ خوش آمدین. شما نام خدا در تلویزیون بهار هستین الحمدلله. مگر در پیام افغان اوکا شما رو نمیدیدم. نمیدیدم. مهربان هستم. البته بیشتر این خانم گرامی بانوی محترم چندین سوالی داشتن روی مسئله بودن شما، موجودیت شما را در نظام آینده افغانستان. کدام آینده اصلا واجه دولت یا اداره در افغانستان وجود نداره؟ ما از وقتی که زمان تولد میشه بیش از 20 سال، بیش از 40 سال است در اون سرزمین جایگاهش انفجار امتیار است. نسل کودک که ما به خیابان یا جاده های افغانستان فرهنگ را باید جذب کنند. فرهنگ از خیابان آغاز میشه، از خانه، کوچه، خیابان، بازار. اما چی پیدا میکنیم ما در خیابان؟ ما ضد ملی رفتار میکنیم. ما از برادر هموطن پشتون فرار میکنیم، تاجک از ازبک فرار میکنه، برادری عزیزی ازاره ما از یک قوم دیگری. قومی که متحد نباشه دولت یا اداره با وجود نمی آید. ما هویت خود هنوز ما تصدیق نکردیم در افغانستان. شما پیشتر یاد کردین که نبیل می آید، اون می آید، این می آید. با همه شخصیت بزرگواری که شما احترام دارم، یه خواب است و خیال است. به این وان که ما گزینه هایی را که گفتم روی میز از اینها به مسابی گفتم که یعنی حکومت هایی را که اینها در دارن یا نظامی گزینه هایی که دارن، یعنی ما مطرح نکرده بودم. همه چیزهایی که در هموجه هست و هر روز دارن که اینها به نام طرز العمل، پیش از اینکه اینها به اصطلاح میاین و حالا شما ببینید دو سه هفته صحبت ها جریان نداشت، ولی اینها در پشت سر که با هم نشست هایی داشتن همچون موضوعات را گفتن. و ما هیچ وقت طور یک کس را نگفتیم که ای بی آی یا این بی آی یا با کدام تعهد و پیمانی نداشتیم. بفرمایید. پیدایش چکچکی های دلاری پشاور، یعنی مجاید این واجه حلاو اکبر جهاد، این تصویر سیاه خونین هیچ تغییر به وجود نمیه. بودن پاکستان در اوزه دمو جیوپولیتیک منطقه خوب نشخار میکنه و همو گپ کوچکی بازاری به قدر کافی پاکستان ما را تیکه و پارچه پارچه کرد. دیگر به نام ملت قهرمان در افغانستان نیست. این ملت مرده، ملت جهاد است، ملت شهید پرور است. خیابان افغانستان، جاده های اون بوی مشک تازه میبارد، ابر و دامن کابل دیگر مشک بام و از راکت میبارد. دیگر اون اخلاق نیست. شما را بیشتر روی فرهنگستان و زبان و ادبیات و نویسنده و سینماگر صحبت کردین. دولت و نظام اداره پوشولی کابل در از شامین امریکا و ترامی فاشیست و پامپیو فاشیست و امیدی بایدن فاشیست، قاتلین جهان، اینها دولت را بر افغانستان به عنوان اصولی بین المللی جایگزین نکردند. جایگزین از اینا دایستازی و طالبسازی است. بستر توریسم همین نظام فاشیستی امریکاست، نه ملت شریف امریکا. جنایت را که انگلیس بر جغرافی افغانستان کرد تا امروز میکنه. دولت را به نام پاکستان نامگذاریش کردن، اداره را به نام محمود و امین آقای عمران خان که ایشان پشتون هم هستن، چگونه از اون پشتون مظلوم علاجی میکنن؟ بستر توریسم ایجادش در پاکستان است. نسخه از این جنگ هم به دست استخبارات سیایی امریکاست، M6 به انگلیس است. هیچ تغییری در افغانستان به وجود نمی آید. به این معنی نمی آید که ما ملت نیستیم. ملت فریاد و آزادی یک ملت از فرهنگستانش بیرون می شود. چی درسی را در داخل کشورت می آموزی؟ شهر کابل در خانه با جرمی از خانه بیرون میشی، با یک تلفن میکشند. عجیبت اگر پیدا بکنن $100 سرت میبرن. آیا در افغانستان قانونی وجود دارن؟ یک دیوانه به نام نابغه اشرف غنی، یک چهره فاشست دیگه به نام خلیل زاد،
اینا در عکا هستن، اینا ها غلام بچه های همین استخبارات منطقه هستن. هیچ وقت نوری را کار ندارن، هیچ وقت دانشمند کار ندارن، هیچ وقت آقای جبارخیل کار ندارن. اینا ها مانی تماما پروژه های بخشی رضالت خیانت و جنایت امریکا در منطقه هستن. اینا ها ما در منطقه قرار داریم که مردم افغانستان در جنگ های نیابتی قربانی می شود. افغانستان هیچ وقت صلح به وجود نمیاد. از این ملا، از این تصویر سیاه و با این وسکت های رنگه و پوسیده و داسیده با این مسواک چی انتظاری شما از این ملا دارید؟ 1400 سال تاریخ اسلام می خوانیم، جنگ مسلمان با مسلمان است. دست علمی و قرآنی است. بیا ما براتون می گویم آیه ای من می خوانم براتون جزء صحیح قرآن است. ما براتون من اوایی عرف نمی زنم که خدای نخواسته دیگرها بر نخوره. آیه 28 آل عمران بروین مطالعه بکنید. سیاست خارجی اسلام ای مؤمنان از خدا برشان میگه با پیغمبر، ای مؤمنان از کافران دوری کنید، با کافران نزدیک نشوید، تقیه کنید از کافران دوری کنید، تابع نظام کافر نشوید. چی میکنن؟ از چپراستی مکتب شروع تماما اداره افغانستان دلار امریکایی را حقوق گیرش هستن. بیش از ده ها فرودگاه امریکا در کشور افغانستان چل کشور چیکار میکنن؟ شاهار تخیلی، اسلام تخیلی، خدای تخیلی، پیغمبر تخیلی. یک کشور اسلامی را پیدا کنیم که اونجا زندگی زیست زندگی میکنیم. با این شعار تقلبی نمیشود زندگی را تغییر داد. راه را باید باز کرد. کشوری کار داریم، انسانی کار داریم که در طرف قدرت یک انسان مثل آقای پوتین پیدا شد به نام چین یک قدرتمند قرار باشد. آیا اینم برای این امریکا برای تو عقل قائل میشوند؟ این سیستمی را که مرا آواره کرد، را آواره کرد، دیگر آواره کرد، کشوری آباد را به نام افغانستان امروز یک بیت الخلا نامگذاریش کرده، چند تا دایش را ساخته، با چند تا مسجد و مدرسه نره تکبیر الله اکبر میکوشند، در سر قبر میران فریاد الله اکبر. مجاهد ملت قهرمان، ملت شهید پرور، زیر هر خیابان افغانستان قبرستان ساخته شده. میتونیم ما زندگی را تغییر بدیم؟ هیچ گاه نمیتیم. تماما همون دستگاه اداره پوشالی و حقوقی کابل هم از پارلمان شروع، مجلس سنای شروع، یک لایل دیگر میگیرم دیگر. آقای خراسانی شما گپ زدن نام خدا دیگر، بسیار گپایتان شد نام خدا، بسیار وقتم چیز شد دیگر. بفرمایید. بله بله به تشکر میرم است. تشکر. آقای خراسانی در من نمیفهم که شما پیغمبر تخیلی که یاد کردین ایره بگیرین چیز تلفن یاد کردین، هزاران درود بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. ما پیغمبر بسیار گرامی، آخرین پیغمبرها حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم داریم، اما میگه اسلام به ذات خود ندارد عیب، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. حتی همی طالبا هم امروز که میگن که ما مبنا را شریعت قرار میدیم، اگر میگن که راجع به قرآن عظیم شان شما بحث می باشه که هر اون چیزی که قرآن عظیم شان به مسابقه قانون اساسی مسلمان ها باشه امور مبدا و محق قرار بدیم، ولی اینها گزینه‌ای که گویا نه شریعت ما مد نظر میگیریم. به هر ترتیب ما به حیث یک مسلمان، یک کسی که واقعا به دین مبین اسلام تعهد دارم، ایمان راسخ عقیده جازم دارم، کسانی که در آمدن در لباس دین و یا از دین استفاده ابزاری میکنن و به شکل از اشکال دین برای خود مردم میکشن، دین اسلام یک دین پاک و منزه است و پیغمبرمان حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که هزاران درود به پیغمبر اعظم حضرت رسول الله مبارک. به هر ترتیب ما یک لاین دیگر را هم میگیرم. باز برای بفرمایید سر. خب به هر ترتیب شما پس ببخشین که لاین منتظر بود، شما باید پس زنگ بزنین، منتظر هم بدین. من معذرت میخوایم، من نتانستم که شما را به هولدون ماندم. اگر لطف کنین تلفن کنین، من در خدمت شما می باشم. با وجود از این خب بله بفرمایید، در خدمت شما هستم. سلام علیکم. اگر پیشتر شما در لاین بودین ببخشین که من نتونستم. سلام علیکم. بفرمایید، در خدمت شما هستم. شما در این چینل بار کامدید این خواهد چینل پرچمی ها و
کمونست هست همین نامتون رو بد نمیکنه؟ شما خود معرفی نکردین، ما براتون گفتم. اما معمولا یک آرزو دارم، شما فکر کنین در هر تلویزیونی که یک آدم میره یک کس میگن، یک روز ما برای شما یک گپ بزنم، ما در یک کسی گفتن که خودم گفتن که آقای نوری همی برنامه سازی کار تو است و چرا یک برنامه نداری؟ یک چند ماه پیش البته ما در تلویزیون پیام افغانم یادآوری کردم، باز گفتم من یک برنامه دارم، در یوتیوب هم هست و در صفحه فیسبوک من هم هست و شما در پیام افغان است. گفت والا بدر من تلویزیون هیچ نمیبینم و تلویزیون طالب است. گفتم او برادر شما کار مرا نقد کنین، بر نوع برنامه سازی مرا کنین، گذشته مرا ببینین و کار مرا ببینین. من یک روزنامه نگار هستم که از یک وسیله ارتباط جمعی بر ما یک تریبیون داده میشه و من میایم راجع به هیچ کس. ما بارها گفتیم از تلویزیون پیام افغان هم تو صادقانه و مردانه و خالصانه برای یاد کردم که هیچ کس برای هیچ کسی حق نمیتونم که مسیر کار مرا او تعیین کنه، به خاطر از اینکه من خود من در دنیای ژورنالیسم کار خودم میفهمم. هیچ کسی برای من نمیتونه خط و خطوط تعیین کنه. من مکلفه دارم در رسه برنامه سازی کار خود و هر کسی میتونه که کار برنامه سازی مرا مورد نقد خود قرار بدن. من با یک رسانه و یک تلویزیون، حالا شما برین سر رخ هر کسی ببینین یک گپ بین از این موضوعات بگذاریم که کی است کی نیست. کاری که ما برای شما همین لکچر که دادم اینی موضوعات اگر تحت پوشش قرار بتین بسیار خوش میشم. اینو ما شما گپ ما را گوش میکنین، مگم ما منتظر شما هستم. اینو حالا اگر ما لاین شما را قطع کنم میگن قطع کرد. من منتظر شما هستم، چون کمک یک وقفه ایجاد میشه به اینی که لایف میباشه و شما از تلفن گوش میکنین. چون ببینید بنده های عزیز یک وقفه ایجاد میشه وقتی ما وقت صحبت ها را کردیم، اما اونا در لایف و زنده گوش کردن میتونن. شما قانعی ساختین بزفکرین مهربان هستید. زنده باشین بنده های عزیز. خب به هر ترتیب پیشتر به می ارتباط یاد کنم، ما در جریان 40 سال که افغانستان عزیز مراحل دشوار از زندگانی سیاسی خود سپری میکنه، زمان که کشتی تایتانیک اجور کردن، میگه انجینیر از انجینیرش سوال شده بود که این کشتی با هی بزرگی خود که لنگر به اقیانوس یا ابحار میاندازه، آیا به این زمینی غرق شدنش هم معیا هست یا میسر هست؟ میگه او انجینیر گویا که مرتد شده بود، گفت که حتی خدا علیه عزبالله هم نمیتونه که این کشتی را غرق کنه. اما با برای غرق شدن کشتی تایتانیک نیاز به خداوند بزرگ جل جلاله نبود. حتی به یک کوه یخ یا یک تپه یخ یا یک کنده یخ به اصطلاح که با ایش مواجه شد، کشتی از بین رفت و سوراخ سوراخ شد و بالاخره و همه تو در زمان هتلر و نازی ها ببینیم، در زمانی که یا مارش بسیار بزرگ و عظیم را نازی های هتلری براه انداخته بودن، عین چیز گفتن با هی موج از مردم و فریادها و که بالاخره با یک رستاخیز ما بدل شده، حتی خدا هم نمیتونه که علی عزبلا این نازی ها را از بین ببره. اما برای از بین بردن نازی ها و ادولف هتلر با قدرت خداوند بزرگ جلاله چی که ببینید که در یک منطقه بسیار کوچک در امور روسیه یا شوروی سابق در زمین کوچک که به نام کوچنای وچه یا زمین کوچک اونجا مقاومت صورت گرفت، اساکر آلمانی در سردی مواجه شدن، همین مارشال ژوکوفه که پسان مارشال شد، امی باعث این شد که یک قوای یعنی یک فرد بسیار کوچک بالاخره امی قوای ایتلری یا نازی را پوزش به خاک مالید. در امی زمان همی گذشته ما شما ندیدیم که همیشه میگفتن که دخل و زورد خدای زورده یا علی عزبل، اما ما شما دیدیم که همون نفری که همچه شعار را بلند میداد خودش با بالشت از بین رفت.
حتی یاد کردم که در همون پل چرخی که پیشتر یاد شد و سر از او صحبت کردیم، یک کسی میگه مستنطق، یک کسی بود میگه از او گفته بود که وقتی که او را جزا میداد در حالتی که او را تحت فشار قرار داشت، میگه او را گفت که این دور از دانه ما، گفته بود بگو خدای تا که نجاتت پیدا کنه. همه همون نفر تا بال زنده هسته، همه خود همون نفری که این موضوع رو مطرح میکرد میگن در پل چرخی که مستنطق بود، میگه یک بنگک. بنگک یعنی منظوری میست که از زنبور و گوزنبور هم کده خورتر است. یک بنگک گزیدشه در هموجه مرد، یعنی نیاز به خداوند بزرگ نبود، به ذات اقدس الهی. در همه اوضاع و احوال باید ما خداوند بزرگ از یاد نبریم و هیچ وقت هیچ همه چیزها رو ما هر کوتاهی که داریم از ضعف خود ماست. نه ای که خداوند میگه شما حرکت کنید که ما برکت کنیم. ما همیشه اگر خدا به اصطلاح در یک حالت ناامیدی، میگه در ناامیدی بس امید است، پایان شب سیاه سپید است. اگر ما خود ما عزم جزم نکنیم، اگر ما خود ما زمینه رشد بگوییم نه والا نمیشه، طالبان بعد است، دوگان بعد است، دوگان بلد است، این تلویزیون بعد است، اون تلویزیون بعد است، این تلویزیون خوب است، اون تلویزیون خوب نیست، برادر بیاین که یک زمینه حاضر مساعد بسازیم که کی برای آینده کارهای مسمر ثمر انجام داده میتونه. شما میفهمین همین آدمی که می تلویزیون داره با چقدر مشکل مواجه است؟ همین نفری که امیال مامی جه صحبت میکنه، امی سوهیل جان، امی دفتره که داره، امی با چی شکل از اشکال، شاید دو سه ما معاش می اتاق نداده باشه، اما یک وسیله جور کرده، وسیله از جور کرده که نه ما بیایم. دو عمر یا از ما پرسان نکردن و نمیتونن اون پرسان کنن که تو چی میگی و چی نمیگی. و هیچ کس را برتون بارها گفتیم با صراحت برتون میگم با که در همین طول 40 سال گفتیم که هیچ کس برای من مسیر تعیین کرده نمیتونه. حتی ما به یک نشریه که از همین چپی ها بودن آزادی مسائل ها مضمون نوشته کردیم و ما بارها اینو گفتیم به مو آقای روشن، ما تا به می لحظه که امروز شما صحبت میکنم من از نزدیک ندیده میشم و از نگاه سلیقه و اختلاف نظر هم با هم داشتیم و داریم. همیونه که بعضی چیزای نوشتجاتشون میبینم قابل نقد هسته، ولی ما برش آفرین میگم، آفرین به این میگم که در همو آزادی که همیشه هسته، بله هست پیش ما، در همی آزادی ما مقاله نوشته کردیم برای سالها، ولی آفرین به خاطر ازی برش میگم که اینمی آدم جاغر ازی را داشت، جاغر ازی را داشت که اینه بله اینجا عکس ماست و این صفحه ماست. ما در همی آزادی که در دنمارک نشر میشه سالها مضمون نوشته کردیم. هماهینمی آدم جسارت و بصیرت ای را داشت که یک نقطه و ویرگول گپای مرا که ولو که باهو به مذاقش برابر نبوده اختلاف سلیقه داشته، اینمی آدم خونمور نشر کرده. و بسیار کسای دیگه ممکن بوده که تذبیه در دستش بوده، همه بالاخره همه مضمون نتانسته که همه جان مطلب بیان کنه. گفته ما یه آرایش کردیم یا پیرایش کردیم. ما بارها گفتیم که تعهد ما با ملت ماست، با خدای بزرگ است، با اسلام عزیز است، با هی مردم های دیگه که البته در گفتم براتون که اگر اتوری یک حالتی بیایه که ما در خدمت مردم خود باشم، چرا نه؟ اگر واقعا آینده واقعا انشاءالله یک شرایط خود بیه که در افغانستان یک حالت قابل قبول بیه، یک حکومت ممثل اراده و مظهر خواسته مردم متحقق شود و ما باید شگونش بد نگیریم، ما باید قدم به قدم بکشیم. و تا زمانی که ایره براتون عظمی تریبیون بهار براتون میگم که در فکر و ذهن ما باشه که والا این تلویزیون خطر است و او تلویزیون خطر است، شما باور کنین که به این جایی نمیرسن. همه این همی تلویزیون دارها کلشان دوستا و حیزای هستن، ممکن است بسیارشان مشکل سلیقه داشته باشن، اما بسیار دوستای ماست. ما در اروپا که رفتیم بسیاری وقتا بسیار ما در قلم و نقد و نظر ما با اون بود که یک نفر یک نقد کده بود یکی از کسار بسیار به حساب کوچه و بازار. اما ما در اروپا یک وقت در جشنواره بزرگ در یکی از کشورهای اروپایی رفتم، اونجا ما و همی آقای غوزلمه گردانندگی کردیم، بسیاری دوستا آمدن به گردم آمدن گفتن شب میمان ما هستی، با وجود ازی که اینی موضوع رو نقد کردی، این تو کردی اتا سر خود اینی موضوع که ما لیدر خود میپنداشتیم نقد کردی، ولی بسیار خوب بوده که در قالب یک ادبیات قابل حرمت او بررسی شده، نه اینکه کوچه و...
یا بسیاری کسا برای ما خط و خطوط که تعیین میکنه او برادر اونمور حکمتیار نگو گلو بگو گلبدین بگو او برادر زبان روزنامه نگاری زبان علیدی است و شما در ذهنتون این باید نهادی نشده باشه به این نگو اینه تو به او نگو اینه تو به این تلویزیون نره که او تر است به او تلویزیون نره تو از او تلویزیون به او برادر این من آدم مستقل هستم الحمدلله استقلال خود دارم بارها با صداقت با قلب آگنده و مملو از عشق و یکتا پرستی برتان گفتم که هیچ کسی حق از ایره ندارم و برای هیچ کس نمیتم و اگر بفهمم که برای من کس خط و خطوط تعیین میکنه که تو ایره بگو ایره نگو ما برای یک لحظه هم در رسانش نمیباشم و چنانچه دیگه 40 سال نبودیم بارها گفتیم و از این به بعد هم میگم و اگر من از اون روزنامه‌نگارای می بودم که به اصطلاح به این بادکای خرد به اصطلاح میلرزیدم حالا بر خود وقت یک جای پای نصب کرده بودم دیگه بگم سوری کسا در جریان هستن می حکومت ها در جریان است خود آقای کرزی یا بگیر نمون اونها هستن برای من پیشنهادات شده ولی من همیشه از موقف ملت خود دفاع کردم و سپاس خدایی را که هیچ وقتی در فکر هزینه بودیم که برم به یک چوکی به اصطلاح دل خدا خوش کنیم من بسیار خوش هستم که از یک تریبیون مستقلانه در خدمت مردم خود هستم ای که چه قسم چقدر نفر او را برمیتابه و ای که چه قسم ابا بسیار کسانی هستن که برنامه های مرا میبینن و بسیارشون هم که تا اگر نمیخواین که تلفن بکشن بسیارشون غلبت لطف میکنن که ما میخواین بشنویم ولی بسیارشون برنامه ها رو ببینن و لطف دارن و ما همیشه با عیزا و دوستا در سراسر جهان با اونها به اصطلاح در جریان هستم احوالاتشان میرسه به هر ترتیب با وجودی که یاد کردیم خب شما پیشتر از یک تلویزیون گفتین تلویزیون ها هر روز ما هر تلویزیون و رسانه که می قابل حرمت هستن تازه آقای غوث زلمه گفتن که یک تلویزیون دیگر به نام هاینه کابل مد نظر گرفتن آقای غوزلمی اما تو که گفتن این تلویزیونشان یا تلویزیون هاینه کابل یک تلویزیونی هست که در او بیشتر مسائل فرهنگی باستاب میافه و مسائل ادبی و مسائل سیاسی در اوج باستاب نمیافه و همچنان مسائل دینی تجربه که بوده که آقای غوث زلمه هم یک وقت زندانی شده بودن در همی در اون وقت نهاد ژورنال استا که من سخنگوی از نهاد هستم مصاحبه هایی داشتیم برای رهایی آقای غوث زلمه و من تشکر میکنم از دوست بسیار عزیز ما آقای ذبیح الله همانیار یک تیم بسیار بزرگ که در او جمله آقای حبیب‌زئی بودن خدا ببخشه سرور صاحب بودن بس و بزرگان دیگه بودن که کلگی یک جای شده بودن و برای بلند کردن صدای یک ژورنالیست که بندی بود و به یک مشکل مواجه شده بود به اصطلاح صدای هرچند زلمه جان در مصاحبه گفتن که از رس صاحب گویا این کار کرده ولی من برای شما با صراحت میگم که نهاد ژورنالیستان در مجموع با شمول تشکری که کردم از آقای ذبیح الله همانیار بیشتر روی این موضوع من خود من راجع به این موضوع اضافه از 20 مصاحبه ای داشتم پیرامون از این که ژورنالیست ها باید وقتی بندی میشن باید در ایسی از این که برازا دوسیه سیاسی میشه باید حتی با کمیته مسئولیت خبرنگارا صحبت هایی شده بود حتی در وقت آقای پوهان صاحب نعمت الله شهرانی که وزیر حج اوقاف بود با اونها صحبت کرده بودیم آقای ذبیح الله همانیار هم لطف دارن برنامه را همیشه میبینن گاهی در نیوزیلند هستن گاهی در استرالیا هستن هر برنامه حجز میبینن و آقای غوث زلمه ما برشون تبریک میگم که تلویزیون هاینه کابل اینا روی دست گرفتن و از خداوند بزرگ برشون موفقیت ها میخوایم خصوصا که این تلویزیون هاینه کابل با همکارای بسیار عزیزشان در راستای مسائل فرهنگی بیشتر تمرکز داره و امیدوار هستم که آمدن این تلویزیون هم عیزا ما فال نیک بگیرن و هر رسانه دیگه که ما اینها کلشون به نحوی از اینها صداهای این ملت دردیده و بیچاره را اونها در حقیقت با باستاب میدهند به هر ترتیب دوستای عزیز اطمان باز یک آهنگ هم بشنویم من ده هفته بعدی من برنامه ندارم اما در 31 اکتبر انشالله پس دوباره در می سر ساعت 2 بجه به وقت کالیفرنیا که از برنامه در ایچه سخن 2 بجه به وقت کالیفرنیا از تلویزیون بهار نشر میشه 31 اکتبر و به تعقیبش هم
باز در هفته نوامبر هم برنامه می داشته باشم در همین تلویزیون بهار، و دوستا و حیزایی که سوالاتی دارن یا دوستا و حیزایی که می خواهن این پیام ها را هم رسانی کنن و یا می خواهن که موضوعات دیگه را هم مطرح بسازن، در دو برنامه بعدی که قبلا این بر شما اعلان میکنم و کروخ شده میباشه که انشالله این برنامه ها هم در خدمت شما هیزا قرار میگیره. صرف در هفته بعدی که 24 میشه در شنبه من برنامه ندارم، ولی شما را به خیر خوبی باز در 31 اکتوبر بخیر باز هم میبینم موضوعات و سوالاتی که داشتین مطرح بسازین. و از اونطور که پیشتر از نشی امید یاد کردم، خصوصا کسایی که آتش اخبارخانی و پژوهش و خانش دارن میتونن که با یک اشتراک بسیار ناچیزشون در اخبار اشتراک کنن، خصوصا اخباری که گفتم که در اینجا برای امی امید برای مردم ما یک غنیمتی هستن، یک غنیمتی هست که بر خانه هایشان برسه، بس موضوعات بسیار مهم و حساسی در همو امید مورد ارزیابی قرار میگیره. سر مسائل خانوادگی هم میخواستم صحبت کنم و باید هم صحبت کنم، مسائل خانوادگی را، همونطور که سر مسائل فرهنگی و سر مسائل سینما و بس مسائل دیگه، مسائل خانوادگی هم جزء لاینفک کارهای ما بوده است. بسیاری کسایی بودن زمامدارا و کسانی بودن که اونها به وقتی که امو زندگی سیاسی اینها مورد غور و ارزیابی قرار میگیره، اینها در زندگی خانوادگیشان دچار مشکل بودن. حتی در یکی از مصاحبت ها از آلندلن یاد کرده بودم، گفتم که امو عقده هایی که در زمان خردی از پدر و مادر خود دیده بودن، ای بارها در یاد کرده بود که با وجود از اینکه در آستانه اضافه از 80 سال قرار داشت، در حدود 82-83 سال یه ارزیابی کرده بود که همه امکانات زندگی هالندلان گفته بود که بر از این معیا است و همه خوبی های جهان دیده، ولی کوتاهی ها یا عدم دوستی ها یا عشق واقعی که در بین والدین عزیز بوده، این به مسابقه یک فرد عقده ای گویا مبدل کرده بود. و بس زمامدارهای دیگه هم هستن که اونها اساسا عقده ایشون از فامیل نشأت میکنه، یعنی ازدواج های بدون عشق و دو فرد که با هم بدون عشق و محبت در زیر یک لحاف و یا یک کمپل به اصطلاح میخوابن و ولی هیچ گونه عشق و محبت با هم نداشتن. در نتیجه از این بسیاری کسایی هستند که با هم شب و روز خود به اصطلاح سپری کردن و دارن سپری میکنن، به مساوی که گویا اولادها هستند، ولی اولادها این را درک میکنن و میفهمن که موجودیت اینها باعث از این شده که گویا این دو نفری که هیچ به مذاق همدیگه خود برابر نیستن و هیچ گونه محبت و عشق واقعی با هم دیگر ندارن، صرف به پاس یزی با هم شب و روز را گویا سپری میکنن که گویا اولاد دارستن و به این خاطر این خود شقده ای به اصطلاح بار میه. باز عکس ها داشتم فرزن، یاد میشد که در سطح جهانی که فرزن بسا کسایی هستن که اولادایشون از دهنشان میبوسن و گفتنی یکی از کارهای بسیار بدی است که والدین باید به با اولاد خود هیچ گاهی از دهنش نبوسه. و برازی امو نقاط بسیار مهم بدن براز اونها توجیه شد و فهمانده شد که ایره اختیارش خود داری و هیچ کسی دیگه که تا طفل اگر احیانا با یک مشکلی در سطح بیرون یا مکتب یا جای دیگه مواجه میشه، او صلاحیتی ایره داشته باشه و قوتی ایره داشته باشه و عظمتی ایره داشته باشه که از او دفاع کنه. هم بسیاری کسا رو ببینید به اصطلاح طفلک خودم میگه بیا بچیم از دهنت ماچ بده و از دهنش ماچ می. این موضوعات جزء لاینفک مسائل تربیه و تعلیم و مسائل خانه و خانواده است که بارها مثلا از این موضوعات به اصطلاح صحبت کردیم. و دیگه مشکلات دیگه که در سطح زن و شوهری به اصطلاح موجود هست و یونیورسیتی های معتبر جهانی از او همیشه باستاب میده، یکی از چالش های بسیار عمده و اساسیش موضوع مقاربت است، مقاربت جنسی، و ایسی یکی از موضوعات بسیار اساسی چی از نگاه روانشناسی تطبیقی، چی از نگاه روانشناسی مقایسوی و چی هم از نگاه آیین زن و شوهری.
اگر مورد غور و مداقه قرار بگیره، همگی از موضوعات و مسائلی است که بسیاری کسا به اصطلاح در این موضوعات بله بفرمایید سر در خدمت است. بله بفرمایید سر. بله سلام علیکم برادر جان، چطور هستی؟ خوب هستی؟ مهربان هستین، شما خود معرفی کنین، در خدمتتان هستم. تشکر، زنده باشین. بسیار پروگرام مقبول برادر جان، بسیار معذرتانه یاد گرفتیم، خدا کمتان نکنه، زنده باشین. بسیار خوب پروگرام است، خداوند تعالا در دین و دنیا خوار نکنی تا برادر جان. بسیار مهربان هستی، لطف میکنی، خانه تون آباد، خدا خیر. دیگه سوالی چیزی ندارم برادر جان، مقه گفتم آی نمی شما که نمی شما رو سم بگیری. بسیار تشکر، لطف کردین، همیشه سم بگیرین. ما انشاءالله که دو هفته بعد بازم برم. خدا برم دیگه برادر جان، همیشه میبینیم، خدا لایکم تو نکنه، زنده باشی دیگه، با خدا جان کریم رحیم سپردیم. تشکر، مهربان هستی. به هر ترتیب دوستا و حیزا باز اکثر هم داشتیم، مگر به یگان تایش فرزن که درست از بیای خوصن زمی اکسایی که سر مسائل اولادا و یا جنگایی که در اوج جریان داشته، به خاطر از اینکه تا بالا که اکسار سرش ترکیز نکردیم، برای سوال جانم یک ذره دشوار است، به خاطر از اینکه او اکسار پس دوباره ارگنایز کنه. من یک نواخت صحبت کردم و باز جاهایی را که سر از او به اصطلاح عکس و مکس می کردیم، فرزن سر مسائل پست و واسمه وقت و آن دیگه وقتی ایجاب عکس از او را نمی کنه، چون من قبلا سر از او موضوعات صحبت کردم، ولی چون از نگاه تعلیم و تربیه و مسائل اولادا و فامیل، یکی از موضوعاتش صبوری است. یعنی همونطور که اسلام عزیز میگه، خداوند بزرگ میفرماید که ان الله مع الصابرین، خداوند بزرگ با صابرا هست. صبوری با خانواده خودش یک عشق است، یک محبت است. صبوری با دیگران یک احترام است، یعنی در مقابل همدیگه خود که میگه احترام کو تا محترم باشی، و صبوری با خود انسان به اصطلاح اعتماد با نفس است. آله میگه به قول امو نعیم جان پوپل، دوست بسیار عزیز ما، که میگه این ملت ما در طول سالهایی که زندگانی سیاسی خود سپری میکنه با چی صبوری های مواجه هستند. از یک خانواده دو نفر به اصطلاح شهید شدن، سه نفر، ده نفر یا تمام اعضای خانواده شده. میگه امو که گفتم از نعیم جان پوپل، میگه حالا ببن بگو ای سنگ صبور، تو صبوری یا من صبورم؟ یعنی تو صبوری، سنگ صبور، یا ملت عزیز ما صبور هستند. و در این صبوری و ناشکیبایی و بس و موضوعات که نهفته هست و ما و شما هر روز دارن میبینیم، چی مشکلات عظیمی هست که با در باره ازدواج ها ما بارها بحث کردیم و همی گفتیم که میگه فروید خودش یکی از کسایی بوده که میگه که یامی به اصطلاح تجاوزای جنسی که صورت میگیره. میگه فروید در یکی از یادداشت‌های خود میگه فرق بین انسان و حیوان عزیزه که انسان به مساوی اشرف مخلوقات میگن، که انسان قادر به این است که غریزه جنسی خود از زیر پا کنه. یعنی هر کسی به حیث یک آدمی نرمال و همونطور که هر نان میخوره و غذا میخوره و باز چیزهای دیگه، او غریزه هم داره، ولی اساس و اصلیت و ایست که اون نفر بتونه و قادر به ای باشه که غریزه جنسیش زیر پا کنه. نه یه زندگی ایوانی که اگر میرین در روی سرک میبینین یک ایوان خیز میزنه در سر یک جنس دیگه، این زندگی شکل ایوانی است. و همونطور اگر تجاوزهایی که صورت میگیره، همگیش در حقیقت زندگی شکل ایوانی میسازه. و این تجاوزهای گالو روز یک خانم را گفتن تا کردن و بعد از او تجاوز گروهی گویا صورت گرفته. و این در قاموس انسانیت نیست، و یا کلش مربوط میشه به برنامه های اخلاقی و انتباهی به نوع مدیریت در جامعه تو نیست که کلگی علا که حکومت موقت میشه به رئیس و وزیر و این گپا، تنها خود کارهایی را که وزارت اطلاعات و فرهنگ رویش ترکیز کنه، تنها کارهایی را که خود وزارت صحت عامه رویش ترکیز کنه، از نگاه کلینیک راهنمای خانواده بعضی موضوعات است که به اصطلاح گفته میشه، هرجیابی میشه مردم. حال در یک جای کلیک راهنمای خانواده که مصاحبه میکنه، میگه که اولادای قد و نیم قد قدر زیاد شده، شما اولادای قد و نیم قد دارین تو دارین؟ میگه مرا چی میگی آجیره بگو. آجیره که میرن گپ میزنن که چرا قدر شما باید که راهنمای خانواده است یک ذره بگیریم. میگه خداوند میگه که لنگرش میور داره، چیز میخوایم که نفوذ ما زیاد شود، یعنی با اصطلاح خود زیاد شود، میگه زیاد شود.
اینا کلش به برنامه های تنویری کارداری نیست که ما همه گیر القاب بدیم فلانی متفکر دوم است، فلانی تیوریسن شرق است، فرامی علامه است، فلانی چه، در حالی که هیچ چیزی نیست. بسیاری کسای از اینها همی در سطح همی کابینی دولت افغانستان بسیار مشکل دارن، اما ای که از یک طرف یک بالا جای بر از اونها قسم گفته شده و توجیه شده. ما تشکر میکنم از سایت کابل ما بسیار لطف کردن، به خصوص نظیر جان دقیق، بازم پس دوباره روی هی موضوع که مطرح کردن که گویا ما به حیث والی کابل باشم، او را اکیدن باز مورد توجه سایت کابل ما قرار دادن و بسیاری کسا او را لایک کردن و بسیاری کسا گفتن که تو چرا به تفاوت هستی، هرچند راجع به این بارها سوال شد و سوال کردن، اما شما فکر کنین که والی کابل یک آدم چطور شده میتونه که قادر به این نباشه که حتی قماندان امنی خود آدم تعیین کنه، حتی یک استراتژی دفاعی را بر سطح مخشط شهر کابل به اصطلاح پلنیزه کرده باشه و او یک نفر دیگه از بالا جای بر آدم خط و خطوط تعیین کنه. وقتی آدم میتونه که در رأس یک اداره یا یک جای قرار بگیره و خودش بتونه که کارهای خود حدود و سغوری کاری خود تعیین کرده بتونه، بعد نه اینکه بر اصطلاح از بالا جای هر اون چیزی که او میگه به مسابقه یک بلی قربانگوی صرف به پاس ازی که یک کرسی را گویا افس کرده باشه و هیچ گونه استقلال به اصطلاح نداشته باشه. و شما ایره میدونین که هر کسی که استقلال خود در هر موضوعات و مسائل زندگی داشته باشه او بسیار مشکل است که دولت و خصوصا تو زمامدارای غاصب و جابر او را به اصطلاح بر بتابه. خب دوستا و حیزا و سایتا و کسایی که مهربان هستن به شمول امی آقای دقیق و جناب پدرشان دقیق صاحب اینا که لطف کردن و لطف داشتن، ولی برتون بگویم که این مشکلات بسیار عنقن موجود است در سطح افغانستان. شما ببینید امی استراتژی دفاعی را که اینها ناکام است در شهر کابل. اینا اگر بخواین که تغییر بیارن و باید در سطح همین وزارت‌های کلیدی دفاع و داخله و امنیت ملی باید تغییرات را بیارن، همو نمیارن، چون همو کسایی را میارن که همونها با ایشان تعهد داشتن. من حتی در سر کنفرانس صلح گفتم، ولی ضرور نیست که یک کس رئیس شورای عالی مصالحه ملی، یک کس دیگه که آقای سلام رحیمی باشه نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور صلح، دیگه کس وزیر صلح که آقای سعادت منصور نادری باشه، بازو 3-4 دانه موین دیگه داره، معاونای لایتنایی شورای مصالحه ملی، خود به خود که همه موضوعات تحت الشعاع قرار میده و طالبا همراه یک دو نفر مولا و چلی و طالب خود میان به اصطلاح بحث میکنه و میگن که فقط ما با جانب کابل نمیشینیم و اونها جهتهای مختلف هستن. و آقای خلیلزاد هم در مصاحبه ها و در توییت هایشون گپ های زد و نقیزی را باستاب میدن. برادر تو 6000 نفر جانی را حالش فکر کنین، همی حال دمی شرایط که همی 5000 یا 6000 که راه شده، میگه بسیاری کسایی از که در هلمند و بس و جاهای دیگه که ولو که یا دستگیر شدن یا کشته شدن که ارزیابی کردن اونمو نفرهایی بده که در جمله همی 5500 نفر اونا رها شدن. این دزدی و قطاب طریقی که صورت میگیره، این جانی هایی که هر روز ظهور و بروز کرده، بسیاری کسا یا در ابتدای کرونا 800 نفر دیگر از جنایتکاران یا از توقیف یا از نظارتخانه که گفتن مسائل کرونا میاد بیای دزدا و رسنا و اینها را به اصطلاح رها کنیم. اما وقتی که رها کردن اونا ما رفتن در شهر کابل به اصطلاح دزدی میکنن. ما در یکی از مقالات خود در امی امید نشته کردم، در امی شماره پیشتر میگه یک یهودی و در نزدیک دیوار در اورشلیم یا بیت المقدس به اضطراب در حالت عبادت بود که خبرنگار جستجوگری از اونجا تیر شد، از سوال کرد گفت چی میخوایی؟ گفت من در حالت دعا هستم، دعا میکنم. گفت دعا به دیوار میکنی یا؟ گفت که چی میگی؟ گفت میگم که خداوند بین ادیان و مذاهب یک وحدت واقعی را بیاره و بی جنگ و خونریزی در همه جهان که هست در ابنای بشر از جنگ و خونریزی خدا نجات بده. گفت خیلی چی میبینی؟ حاصلش چی میبینی؟ گفت اون طرف دیوارم که به اصطلاح در حالت ایوای، گفت دارم فکر میکنم که با دیوار گپ میزنم. و ما هم فکر میکنیم که تقریبا با هر چقدر که با دیوار گپ میزنیم. میگه گوش دولت کر است ز فریاد بی کسان، پس شکوه ناسزاست که در گوش کر کنن.
به هر ترتیب بیننده های عزیز، من هر قدر صحبت کنم من متوجه یاد کردم یک وقت فرزاد جان در پیام افغان میگفت برای تو نوری باید حداقل یک 8 ساعت برنامه باشه، ولی میگفت ما با مو لهجه هیراری خود میگم ما دارم باید یک کافی بخوریم یک آب بنوشیم. در اینجا سوهل جان هم اینجا فقط بیچاره نشستن و اتاق هم باور کنید که گرم است، به اندازه گرم است، ولی اگر صدای ایسی یا ایر کندیشن بلند شوه شما صدای مرا تا در او هفته هم بس باز دوستا قسمی توجیه کردن که گفتن که صدا باز وقتا یک قط وصل میشد و یا اما باز وقتی که پس الحمدلله دفعه دوم در یوتیوب برآمد و در صفحه رخنما یا رخنامه ما برآمد، باز پس صدا الحمدلله خوب شده بود. گپ ها به اصطلاح بسیار موضوعات و مسائل دیگه هم یادم می و من میخواستم که شما قدم به قدم سوال کنین و ملاجرم در مقابل همو سوالات شما به اصطلاح بر شما صحبت کنم، چی مسائل بین المللی بود و چی هم مسائل افغانی. به هر ترتیب بازم تشکر کسایی که سهم گرفتن این برنامه، بازم متکیات کردم در 31 اکتبر باز سر ساعت 2 به وقت غرب آمریکا و ساعت 5 عصر به وقت شرق ایالات متحده آمریکا، یعنی 2 به وقت کالیفرنیا، 5 به وقت نیویورک و تورنتو و همین ترتیب 11 شب به وقت اروپا و تقریبا 1:30 شب هم به صورت زنده از به وقت افغانستان عزیز اوجه نشر میشه. تا او تاریخ هنوز هم انتخابات در ایالات متحده هنوز هم اجرا نمیشده باشه، تغییرات دیگه خودش مبینهی است که آینده به او جواب میده و تا او وقت هم ما روی موضوعات عمده و اساسی دیگه چی هم سر انتخابات ایج هست هم چی هم سر مسائل صلح که در هوجه هست سر از اون موضوعات هم صحبت میکنیم و زیاده از این فکر میکنم که دیگه وقت شما را نمیگیرم. خداوند بزرگ رحم و روشنیش سر مردم عزیز و دردیری افغانستان بکنه، خداوند بزرگ صلح واقعی را در همه جهان متحقق بسازه و این مشکل عظیم کرونا را از سطح جهانی رفع و دفع بسازه و این مشکل آتش سوزی را که در اینجا هم ما خودم در این چند روز که اینجا هستم و با این کرونا ها و اصطلاح در حالت جنگ هستیم که آتش سوزی را هم امرای ازی هست یا گفته یک دوست عزیز ما آتش سازی هم ورسره و ایرا هم از سر مردم کالیفرنیا رفع و دفع بسازه و بازم یک بار دیگر از آقای اکرم حیدری جبار خیلی عزیز تشکری میکنم، از آقای سوهل جان صفدری عزیز تشکری میکنم که به بسیار علاقمندی و با محبت و لطف این لطف عظیمی دوستا و عزیزا که خود از اینها بر من میگن که بیا اینجا برنامه داشته باش و یک لطف میکنن واقعا که بر من قابل شکران است و ما به وجود هر دوستا و حیزایی که اونها کار ما را در سطح مطبوعات در طول 40 سال حلجی کردن و میدانن ما بر وجود همچون دوستای عزیز میبالم. خداوند بزرگ رحم و روشنی را سر ملت افغانستان بازم داشته باشه. همه شما حیزان با خداوند بزرگ و قادر و توانا میسپارم انشاءالله تا 31 اکتبر که باز هم من در خدمت شما حیزان قرار می داشته باشم. هر یک شما حیزان با خداوند بزرگ قادر و توانا امانت و سلامت میسپارم. خداوند یارتان و سلام علیکم و رحمت الله و برکات و دوستدار و خدمتگار مردم افغانستان کریم مشتاق نوری. تشکر. دریچه سخن با ژورنالیست فرزانه، گوینده شایسته، ادیب بارسته، قلم به دست فرهیخته و گرداننده پرمایه کریم مشتاق نوری. در حفظ و امان الهی باشید. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی.
که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختین غک.